من باید باشم من خیلی ممنونم از آقا دارا برای این برنامه که چیدن و از همتون ممنونم که تشریف آوردین که من بتونم کارام رو و خودم رو به شما بشناسونم. خیلی خیلی خوشبختم از آشنایی همتون. اسم من پریسا فقیه، من بچه شامل نوشهر به دنیا اومدم از یه خانواده فرهنگی. خب خیلی بچه خیال پرداز و اهل نقاشی و شعر بودم. از 18 سالگی وارد دانشگاه شدم، توی دیگه از 18 سالگی در واقع تهران زندگی کردم و تو رشته های نقاشی، معماری و انیمیشن درس خوندم. در دوره دانشگاه هم توی تالار رودکی توی بخش تئاتر کار گرافیک میکردم و این قسمتی که مربوط میشد به تئاتر و فضای اون زمان خیلی روی من تاثیر گذاشت، روی داستان ها. علاقه خاصی هم همیشه به اسطوره داشتم. توی ایران هم در واقع از سال دوم دانشگاه یه سری فعالیت هنری خودم رو به شکل حرفه‌ای شروع کردم و نمایشگاهی داشتم، تو چندین نمایشگاه انفرادی و جمعی شرکت کردم و آخرین نمایشگاهی هم که گذاشته بودم قبل از اینکه وارد آمریکا بشم سال 1999 توی لس آنجلس بدون حضور خودم بود و بعد از سال 2000 وارد آمریکا شدم. فعالیت های من از سال 2000 با آشنایی با یک گروهی شد که در واقع توسط یک جشنواره با هم دیگه آشنا شدیم و من در واقع با دوست 20 سالم که الان 21 سال شده خانم ساغر برزمهری آشنا شدم که ایشون خیلی به من کمک کردن که همزمان با توجه به فراز و نشیبایی که در طول این سالها داشتم همچنان پیوسته تو کار هنر باقی بمونم و تو نمایشگاه ها شرکت بکنم. وقتی که وارد آمریکا شدم سال 2000 به خاطر طبیعتاً به خاطر جدا شدن از خانواده و حس نوستالژیکی که داشتم، اولین مجموعه کاری که کردم که مجموعه زنان پارسی هست در واقع مجموعه‌ای بودش که اون حسی که داشتم به اصطلاح فرهنگ خودم، به حسی که در واقع همزمان با یه سری اتفاقاتی که در ایران افتاده بود، من در تمام اون دوران سخت جنگ و فعالیت‌های سیاسی در ایران بودم و اون حسی که داشتم نسبت به اصطلاح مردم ایران و مقاومتی که می‌کردن و اون حس و کاراکتری که داشتن مخصوصا زنان ایرانی، اون رو در واقع با خودم آورده بودم و توی یک سری از کارهام که در واقع منعکسشون کردم. همچون که می‌بینید یه سری از کارها، امیدوارم می‌بینید همگی، یه سری از کارها در واقع شکلگیری حس من در مورد کارهای شاهنامه بود، مثل اینی که الان ملاحظه میکنید در واقع همون داستان آزاده هست ولی به شکل متفاوتی از چیزی که الان کار میکنم. توی کارهام حضور داشتن، برای من زنها سمبل نگهداری از آزادی، حسی که همیشه داشتن با وجود اینکه خب بیشتر تحت فشار بودن تو ایران بیشتر از مردها، نمیخوام بگم هم مردها هم البته بودن، ولی اینکه اون حس آزادی رو ده حتی در قفس حفظ میکردن و سمبل پرنده توی خیلی از کاران دیده میشه، سمبل نیایش و زنانی با گردن افراشته و همچنان با وجود تمام سختی ها فضای خودشون رو رنگین میکردن. به خاطر همین این رنگ خیلی توی این کارهای من مخصوصا سعی کردم خیلی وایبرنت باشه و حضور اون نطفه‌ای که تو تمام زنها داره شکل میگیره و اون نطفه امید آزادی که در واقع دارن شکل میدن، اون به اصطلاح حس نوستالژی که در اون زمان داشتم تو تمام این کارام وجود داره و بعد از این دوران یه سری کارهایی که انجام دادم توی نمایشگاه گذاشتم، زمانی بودش که به اصطلاح بچه من 5-6 سالش بود و
من وقتی که وارد آمریکا شدم فکر میکردم چون تو ایران داشتم توی شرکت انیمیشن کار میکردم، یه سری پروژه ها انجام میدادم و چند تا فیلم انیمیشن ساخته بودم، همیشه تو ذهنم بودش که وقتی اومدم ادامه بدم کار انیمیشن رو. ولی با توجه به اینکه تو ایران دیگه میدونستم پروژه های انیمیشن چجوری کار میکنه، با توجه به حضور گروه و بعضی وقت حتی شب زنده داری در تا پروژه به پایان برسه و این با بچه با نگهداری و بچه امکان پذیر نبود، وارد شرکت انیمیشنی نشدم، ولی همچنان طرحها تو ذهنم بود، دوست داشتم این طرحها به نوعی اجرا بشه. به خاطرم به این فکر افتادم که چطور بعضی از این طرحها رو تبدیل به کتاب کودک بکنم. چاپ کردم، کتاب دانیل دی بلو بود و کتاب ساین اف گرین استارز، که اینها رو به مدت 10 سالی از طریق آنلاین فروخته می شد و اینجا به چاپ رسیده بود که دیگه الان به اصطلاح جلو چاپش گرفته شده و دانیل دی بلو با یه اسم تغییر کوچیکی در اسمش جدیدن به اصطلاح موفق شدم که امکان چاپش رو از کانون پرورش فکری بگیرم در ایران قراره که چاپ بشه. به هر حال این یک دوره از کارام بود. بعد میرسیم به یه دوره که بعد از اون واقعا چون من بچه شمال هستم خیلی به طبیعت نزدیکم، در این حال مثل هر هنرمندی اتفاقاتی که تو زندگی آدم میفته تأثیر میذاره رو روند کاری آدم. به خاطر یه سری اتفاقات متاسفانه نامطلوبی که تو زندگیم افتاد و از دست دادن یه سری از عزیزام، دوباره فکر زندگی، فکر این که بازگشت انسان و حس این که تمام ماها قسمتی از طبیعتیم، به طبیعت برمیگردیم، توی وجود من شکل گرفت و باز هم با کمک دوستم خانم برزمهری که در واقع منو از اون فضا کشید بیرون و گفتش که الان زمانیه که تو باید دوباره شروع کنی به کار کردن، یه سری کارهای جدید رو شروع کردم و چند تا نمایشگاه باشون داشتم که در واقع این کارها بیشتر همون حس طبیعت، آرامشی که طبیعت به من میداد و لایه لایه های طبیعت و اینکه ما هممون به نوعی میشیم قسمتی از خاک، میشیم قسمتی از طبیعت، میشیم قسمتی از هیستوری، تاریخ و همچنان به نوعی باقی میمونیم، شاید به این شکلی که نبینیم ولی باقی میمونیم توی طبیعت، توی کارهای این دوره من دیده میشه. و در بعد از اون یک دوره دیگه برای من در واقع شروع شد و از اینجا آغاز شدش که البته یه چیزی رو بگم، به هر حال یه سری چیزا بک‌گراند قبل داره و اون که من در زمانی که کلاس اول دبستان بودم معلمی داشتم، اولی معلم دبستانمون به نام آقای آموزگار یک پیرمرد کلاردشتی بود که در واقع الفبا رو از طریق داستان‌های شاهنامه به ما یاد میداد و این من قشنگ یادمه که چقدر روی من تاثیر داشت، باوش که من از خانواده خب فرهنگی بودم، همیشه حس این که پدر مادرم معلم هستن، تمام خاله ها معلم هستن، خیلی برام مهم بود. ولی اینکه چه جوری یک معلم میتونه تاثیر بذاره توی بچه و توی دنیاش برای من از اینجا شکل گرفت که بچه به اصطلاح همه بچه های کلاس اول گریه میکنن که از پدر مادرشون جدا بشن توی مدرسه بمونن، ما گریه میکردیم وقتی میخواستن ما رو از مدرسه بردارن چون دوست داشتیم با این معلم باشیم. پیرمردی بودن که داستانهای مختلف شاهنامه رو موقع به ما میگفتن، ما به عمق داستانها به اون شکل پی نمیبردیم، ولی فرضاً وقتی میخواست کافه به ما یاد بده داستان کاوه آهنگر رو میگفت، این دستمال به اصطلاح یزدیش رو میبرست به خودکار بیکود، چه میدونم درفش کامیانی درست میکرد و داستان رو خیلی با تئاتریکال برای ما تعریف میکرد و اینا تو ذهن من مونده بود و اینا به من اصلا آرامش میداد و همزمان با اون من در واقع تو دوره‌ای من کار متعددی کردم، همونجوری که شاید توی بک‌گراندم هم باشه، تو کارهای عروسکی بودم، تو کارهای تئاتر بودم، یکی از کارام این بودش که ژورنالیست بودم و وقتی که توی ایران با مردم عامی برخورد می‌کردم خیلی کاراکترهای جالبی من می‌دیدم توی مردم ایران. در واقع من بیشتر توی فضایی که می‌دیدم سهراب و
فرنگیس بیشتر تو مردم میدیدم تا زهرا و علی و امام حسین. این کرکترهایی که واقعا مثلا چه بدونم، همیشه برای من اون سبزی فروش، دختر سبزی فروشی که اینقدر قوی بود، حس چه میدونم گردآفرید به من میداد، یا اون پسری که توی شهر ما به اصطلاح واقعا جنگید و آخرم اعدام شد، حس سیاوش به من درس میداد. چون این حس، این کرکترها رو تو آدم های معمولی میدیدم، برای من این داستان ها و این کرکترها داشت شکل میگرفت و روی شاهنامه شروع کردم یه سری کار کردم. ولی سبک به اصطلاح این خطوط به نوعی، همیشه دوست داشتم به نوع خاصی روشون کار کنم، یه جوری که غنی بودن کار رو نشون بده. احساس میکردم خود داستان انقدر غنی لزومی نداره من خیلی شاخ و برگش بدم، فقط باید چیزی رو پیدا بکنم، یک حرکتی که سادگی حرکت در واقع اجازه بده اون حس تاریخی و اون حس غنی خود داستان خودشو نشون بده. و سبکی که به وجود اومد به اصطلاح در کار من که استفاده فقط از خطوط و نقش بود، اولا به خاطر یک مقدارش به خاطر این بودش که خب من بک‌گراند معماری خونده بودم و کار با راپید، کار با به اصطلاح خطی بر من جذاب بود، کار کرده بودم قبلا. و دوم که در واقع اتفاقی که در زندگی افتاد این بود که در یک دوره‌ای از یک عزیزی تو بیمارستانم داشت، تو بیمارستانشم نگهداری می‌کردم. تو این دوره شب‌ها خیلی سخت بود و احساس میکردم فقط نشستن و قصه خوردن و فکر کردن کمکی به اون، نه به اون عزیز میکنه نه به من. احساس میکردم باید یه کاری انجام بدم، یه حسی که فضای مثبت تو ذهنم ایجاد بکنه. و چون تو میمارستن امکان این که رنگ بیارم کار مختلف انجام بدم وجود نداشت، از یکی از دختر خاله هم خواهش کردم که بره واسه من ورق بخره و راپید، که فقط ذهنم بودش که بشینم آروم آروم فقط نقش کار کنم، فقط یه کاری انجام بدم، دوست داشتم جد برر کنم، فقط با رو نقش کار کنم. و تو همین نقش کار کردن و اینا دیدم آروم آروم یه سری کرکتر اومد، آروم آروم دوباره اون داستانه بچگیم تکرار شد و شروع کردم اولین کارهامو توی بیمارستان انجام دادم. و برای من جالب بود چون مسلماً تمام دکترها و پرستاران خسته می شدن، در اونایی که شب شیفت کار می کردن همه چی براشون خیلی بورینگ بود، همش می مدن توی اتاقا و همه نشسته بودن یا خوابیده بودن، ولی می مدن می زن من دارم کار می کنم. و اینکه این نقوش آروم آروم تو جلوی چششون شکل می گرفت براشون خیلی هیجان انگیز بود. من می دیدم مدام شیفت های مختلف معلم به اصطلاح دکترای متفاوت از جای دیگه اصلا ربطی ندارن یه دفعه وارد اتاق میشن، یا پرستارا خیلی توجه به خصوصش رو میدن چون دوستشم بیا ببینن کار چی شده. و من دیدم واقعا این نقش، بدون اینکه اینا بدونن داستان چیه، بدون اینکه بدونن اون کاراکتر چیه، این نقش که داره شکل میگیره چقدر رو آدما تاثیر مثبت و خوبی داره، همه به نوعی باش ارتباط برقرار میکنن. به هر حال این سبک از اونجا شروع شد. و دلیل این که من هم از این کاراکتر رو استفاده کردم و برای من کاراکتر مهم بود این بودش خب مسلما داستانهای شاهنامه داستانه و همه ما در موردش میدونیم، ولی یا شعرهاش، ولی برای من این کاراکترها ملموس بودن، برای اینکه من این آدم‌ها رو تو آدمای معمولی زندگی خودمون می‌دیدم و بیشتر دوست داشتم داستان‌ها رو بخونم. و هر چی که بیشتر داستان‌های شاهنامه رو خوندم دیدم چقدر این داستان‌ها با چیزهایی که من الان باهاشون آدم‌هایی رو که می‌بینم و داستان آدم‌ها هماهنگی داره. و در این حال متوجه می شدم که چطور این حس آزادگی تو مردم ما وجود داره. همونچون که گفتم من این حس رو توی این کرکترها رو تو مردم می دیدم. و الان یه سری از به اصطلاح کارهای شاهنامه رو شروع می کنم به شما نشون دادم. منهای اون دوست دارم در مورد سه تا از کارها باهاتون فقط انتخاب کردم. مثلا من این داستان رو میشناسین، داستان سیمرغ و زال، این داستان یه کاراکتر یه به نام دختر هفت وال که در واقع با کشف کرم ابریشم خانوادش رو ثروتمند میکنه، داستان رستم و سهراب و هممون میشناسیم، داستان آزاده کنیزی که در واقع توی گفتگویی با بهرام گور انتقادی که ازش میکنه در واقع تبعید میشه، تهمینه و
رستم. و این هم داستان جالبیه برای من، برای اینکه انتخاب این جریان با تهمینه بوده و با رستم. در واقع تهمینه است که رستم رو انتخاب میکنه. گردآفرید، بهرام گور، آرش، داستان اکوان دیو، که دیوها هم برای خودشون کاراکتر جالبی بودن، چون دیوها در واقع خیلی هاشون به اسم دیو گفته می شدن، ولی در واقع مردمانی بودن که در مازندران اون موقع زندگی می کردن و به خاطر که روش لباس پوشیدنشون و روش رفتاریشون با چیزای مرکزی متفاوت بود و همشون هم مخالف به اصطلاح حکومت مرکزی بودن و باشون می جنگیدن، به نام دیو خونده می شدن، دیوان سفید. رخش، داستان دزدیده شدن بیژن توسط منیژه، و همین هم برای من جالبه چون باز هم منیژه است که انتخاب میکنه و با توجه به که کانسکونس های بعدش هم براش پیش میاد، ولی اونه که در واقع بیژن رو میدزده. داستان ضحاک، و چیزی که بر من جالب بودش که همیشه بگم هم ضحاک موجود زشتی بوده، مرد، یک پیر مرد زشت، در صورتی که ضحاک خیلی مرد خوش قیافه ای بوده و زمانی هم خیلی پاپیولار بوده و خیلی آدم عادلی بوده. بعد از یک دوره هستش که خودخواهی و به اصطلاح بیعت کردن با اهریمن تبدیلش میکنه به این موجود. داستان کیومرث، اولین پادشاه و در واقع نخستین انسان که میتونسته با حیوان ها صحبت بکنه. داستان گردیه که در واقع یکی از ارتشداران ایران بوده و خواهر بهرام چوبین که خودش هم داستان اسطوره‌ای خاص خودشو داره. و خیلی خب، من قبل از اینکه وارد بستلا چیزای دیگه بشم، دارم چند تا کاراکتر رو میخوام معرفی کنم و دلیل اینکه چقدر این کاراکترها، البته خیلی تمام این کاراکترها برای من جالب بودن که گفتم، ولی این کاراکتر سیندخته. سیندخت مادر رودابه محسوب شده و داستان زال و رودابه رو هممون میدونیم که چجوری عاشق هم شدن و چجوری مثل هر به اصطلاح و عاشق شدن که از دو قبیله متفاوتن که زال ایرانی بوده و رودابه تورانی و هر دو هم شاهزاده بودن، میتونسته به یک جنگ عظیم تبدیل بشه و این عشق کاملا با مخالفت شاه که پدر رودابه بوده به اصطلاح مواجه شده، میتونسته به یک جنگ خیلی عظیم و به یک فاجعه تبدیل بشه، مثل خیلی از فجایعی که توی جریانات عشقی به پا میشه. کسی که در واقع باعث شد که این قضیه با خوشی به پایان برسه، حضور سیندخت مادر رودابه است که از این عشق حمایت میکنه به این شکل که با دلیل و استدلال با شوهر خودش پادشاه صحبت میکنه و از خشمی که در واقع تصمیم گرفته رودابه رو بکشه به پایین میاره. و علاوه بر اون فقط یه قسمت قضیه نبوده، این باید میرفته به اصطلاح پادشاه ایران رو هم به قول معروف از خرج شیطون بیاره پایین، چون اینا میخواست همه همگه سر قضیه بجنگن و یک جنگ عظیم و فاجعه ایجاد بشه. برابر این ملکه بالا میشه میاد ایران و با پادشاه را هم شروع میکنه به استدلال کردن و صحبت کردن و پادشاه ایران را هم تحت تاثیر قرار میده با متانتش و با استدلالش، و در واقع پادشاه ایران هم از جنگیدن صرف نظر میکنه و اینجوری هستش که زال و رودابه بدون این که به مشکل عظیمی برخورد بکنن با هم ازدواج میکنن. و اینکه چقدر یک و این کاراکتر رو ما خودمون هم میتونیم حس کنیم، مادری که هر کاری برای بچه‌ش میکنه، در این حال انقدر سیاستمدار و قدرتمند هست که بتونه یک جلوی یک جنگ رو بگیره. کاراکتر دیگه خب هممون میشناسیم، کاوه است، و برای من این کاراکتر خیلی جذاب بود، هم به خاطر اینکه همیشه گفتم جزو اولین داستانایی که به خاطر میارم از به اصطلاح معلمم شنیدم،
در این حال برای من سمبل همون اتفاقاتی که داره ایران در ایران میفته، به اصطلاح خانواده هایی که واقعا برای نجات فرزندانشون دارن می جنگن و تلاشی که دارن میکنن که این بچه ها رو از اسارت نجات بدن. و زمانی که ضحاک، و اینم احتمالا داستانش برای ما خیلی آشناست، ضحاک به اصطلاح در خرداد ماه تمام بزرگان رو میخواد به چی بهش میگن، به بارگاه خودش، و میگه که همه استشهاد بدن که اون یک پادشاه عادله. کاوه کسی که سر باز میزنه و حاضر نمیشه اون اعلامیه رو امضا بکنه، به خاطر اینکه 17 تا از پسرانش توسط ضحاک کشته شده بودن و 18 همی هم در زندان بود برای کشته شدن. ضحاک 18 همی رو آزاد میکنه ولی باز هم کاوه رو امضا نمیکنه و میره و شروع میکنه نهضتی رو راه انداختن و میره سراغ فریدون که یکی از دلیرانی بوده. اون موقع فقط 16 سالش بوده فریدون، ولی در واقع اون رو یک سمبل قرار میده، چون مردم احتیاج به یک شاه و شاهزاده داشتن، نمیتونستن یک مثلا آهنگر رو به عنوان چیز قبول کنن، به عنوان رهبر نهضتشون میتونستن ولی نه به عنوان پادشاه، به یک پادشاه احتیاج داشتن. بنابراین میره فریدون رو به اصطلاح باهاش صحبت میکنه و نهضتی رو راه میندازن و ضحاک رو از بین میبرن. شخصیت دیگه، شخصیت به نام همای چهرزاد. همای چهرزاد ملکه‌ای بوده که خیلی ملکه قدرتمندی بوده و به شکل تصادفی هم در واقع ملکه میشه. دختر و همسر بهمنشاه بوده. بهمن در زمان خیلی پیری تصمیم میگیره که با دخترش ازدواج بکنه، چون پسری هم داشته که میتونسته به عنوان جانشین خودش انتخاب کنه، ولی احساس میکرده دخترش خیلی قدرتمندتره و راهی هم برای که دختر رو به پادشاهی برسونه غیر این نداشته که باهاش ازدواج بکنه و باهاش ازدواج میکنه و این ملکه میشه. وقتی هم که ملکه میشه دیگه داراب ببخشید بهمن پیر بوده و فوت میکنه، ولی همزمان ملکه حامل است و کشوری بهش داده شده که کاملا از هم پاشیده است. بهمن تو شرایط خیلی بدی این کشور رو به همای میسپاره، در واقع پر از دشمن بوده اطرافیانش، خود وزیر میخواسته بکشتش، شرایط خیلی سختی و کشور کاملا به هم ریخته و مردم کاملا ناراضی، در فقر به سر میبردن. و تفکر این که این باید این تحت شرایط ملکه شده، تصمیم میگیره که بچهش رو پنهان میکنه، حاملگیش رو پنهان میکنه. وقتی هم که بچهش به دنیا میاد، شاید این داستان هم براتون آشنا باشه، بچه رو تا 4 ماه 5 ماه پنهان میکنه، بعد داخل سبدی میذاره، میندازه به رود و اون سر رود یک رنگرز این بچه رو پیدا میکنه و بزرگش میکنه به صورت ناشناس. در 30 سال طول میکشه و در طول این 30 سال همای کشور از هم پاشیده رو کاملا آباد میکنه، سدهای بسیار میسازه، سرزمین های بسیار میسازه، مالیات ها رو کم میکنه، مردم رو راضی میکنه و در واقع کشور رو از کاملا ویرانی نجات میده و آبادانی و امنیت به کشور میاره. زمانی که پسرش که حالا اسمش داراب بوده 30 سالش میشه، میاد به ارتش میپیونده و یکی از آشنایان دربار این بچه رو با نشانی هاش میشناسه و تشخیص میده که این باید اون به اصطلاح پرنس باشه و میارتش پیش همای و همای در واقع تاج رو بر سر پسرش در شرایطی میذاره که بهترین کشور رو در اختیارش قرار میده. و برای من این قدرتی که زنها داشتن، قدرت انتخاب، خیلی مهم بود و من این چیزها رو در مردم ایران و در کاراکترهای خودمون میبینم، این قدرت رو، این قدرت انتخاب رو، با توجه به که خب خیلی چیزهای مذهبی باعث شده که ما این چیزها رو الان شاید به شکل واضح نبینیم یا اینجوری برامون تبلیغ نمیشه، ولی من اون قدرتمندی رو در مردم، مخصوصا زنان خودمون میبینم و
اینو برای من همیشه جذاب بوده، احساس میکردم که این داستان ها باید گفته بشه، حالا به شکل خودش. خیلی ممنونم از اینکه کارامو دیدین و با من همراه بودید و خستم نباشید از گوش کردن. مرسی پریسا جون، چقدر زیبا. یعنی من یکی چشم باز شد به در واقع به یه نوع یاد گرفتن از تاریخ در خدمت هنر و برعکس. من از این زاویه ندیده بودم که کسی در واقع با تأثیر گرفتن از اساطیر یا شاهنامه در واقع دستمایه هنرش بشه. یعنی خیلی کم، من در مورد در ایران که بودیم نقاشایی بودن که رو اسطوره کار میکردن، تعداد بسیار اندکی. و به هر حال خیلی جنبه های صحبتی که شما هم آزادی توی این نقش داشته، یعنی به یه نوعی اون فمینیسم یا زنانگی یا یه جنبش زنان یا چیزی توی همه این کارهای شما به نظر میاد که نقش داره. من حالا نوبت خودم صحبت خواهم کرد، میخوام که از دوستان اگر میخوان که در مورد جنبه های مختلف صحبت های پریسا جون صحبت کنم، من اسم می نویسم برای هر کدوم. فعلا اگه موافق باشید 3 دقیقه یا 4 دقیقه بذاریم، برای اینکه پریسا جون همه وقتش رو استفاده نکرد. 4 دقیقه اگر دوستایی که از سوال دارن و میخوان در مورد صحبت های پریسا جون کامنتی بحثی دارن مطرح بکنن. ببخشید من ریز هند کرده بودم. چند تا دست الکترونیک بالاست. خب ببینیم چند تا هستن. مسعود جون بله مسعود جون شما شروع کنید تا دوستایی دیگر هم تو لیست بنیست. ممنونم پریسا جان، خیلی متشکر، فوق‌العاده بود صحبتاتون و مسیری هم که طی کردی بسیار الهام آور برای کسایی که میخوان مسیر هنر رو دنبال بکنن. امیدوارم موفق باشی. من یه سوال دارم و واقعیتش میخوام شما لطف بکنین یکم بیشتر صحبت بکنین. و سوال من هم این هست که خیلی متشکرم در مورد حالا توضیحات مختصری که در مورد بعضی از شخصیت‌های شاهنامه دادین، ولی شاید حداقل برای من جالب باشه که مثلا یکی از این نقاشی‌هایی که شما صحبت کردین و معرفی کردین، مثلا همین همای چهرآزاد یا مادر رودابه، یکی از اینا رو انتخاب بکنین و در واقع یکم برامون توضیح بدین که چطور این شخصیت این فرد رو، این شخصیت شاهنامه رو، اون ابعاد مختلف شخصیتش و تأثیراتی رو که در شاهنامه ازش صحبت کرده، شما چطور و با چه زاویه از چه زاویه نگاه کردین و چطور اینو در نقاشیتون نشون دادین؟ یعنی مثلا فرض کنین که شما الان بحث همای چهرآزاد رو مطرح کردین، مسئله ازدواجش با پدرش، مسئله این که یک کشور به هم ریخته رو آباد کرده، مسئله این که فرزندش رو پنهان کرده، بعد از پیدا شدن فرزندش بعد از سالیان این کشور آباد رو به فرزندش تحویل داده. شاید بد نباشه شما یک در واقع بازخوانی و یک خلاصه ای از داستانی که در شاهنامه است، شاید بد نباشه ما این رو توی نقاشی شما ببینیم و شما یکم برامون توضیح بدین که این ابعاد این شخصیت مثلا همای چهرآزاد شما چطور توی نقاشیتون نشون دادید. متشکرم. بله. ایشون باشه یا مرمان یک نمونه عرض کردم. بله من خیلی ممنونم که گفتید. ببینید برای من خیلی مهم بود چون خیلی به اصطلاح مختصر همه چیز رو نشون دادم. در واقع به نوعی کارها چون فقط خط و نقشه، فقط حس و نگاه به کار اگه دقت بکنید یه سری چیزها رو نشون میده در مورد این کاراکتر بدونی که حتی شما داستانش رو بدونید. یکی از این چیزها در مورد این همای چهرآزاد، اگر میبینید سرش کمی پایینه، یعنی اولا که خب به شکلی گذاشتم که
انگار که بر تخت سلطنت نشسته و وجود اون شال بلندش نشون دهنده به اصطلاح چیز قدرتیه که بهش داده شده. آیا این قدرت رو خودش خواسته و خودش جنگیده که به اصطلاح ملکه بشه؟ نه، بهش واگذار شده، توسط پدرش بهش واگذار شده و انتخاب خودش نبوده. و جلوش در واقع اگر دقت کرده باشید تو کارهای من یه سری فضای خالی و سفید وجود داره که خودشون معنای خاص خودشون رو دارن. وقتی جلوی این آدم بازه و سفیده، نگاه به یک آینده ناشناخته است که ولی در این حال به نوعی هم غم توی به اصطلاح باید این چهره باشه، در این حال نوعی تصمیم گیری. و اگر در قسمت پایین نگاه کنید، به نوعی حاملگیش رو نشون دادم ولی خیلی خفیف، یعنی به نوعی این حاملگی هم پنهانه، هم وجود داره هم پنهانه. در واقع وقتی که ما یک کاراکتر رو میبینیم، تمام داستان رو نمیبینیم، چون من تصویر سازی نمی کنم. من یک کاراکتر رو میکشم و اون کاراکتر یه پوزیشن خاص داره، یه سری طرح‌های خاص که حتی اون طرح‌ها معنی دارن. مثلا به اصطلاح شال این بانو قاصدک توش دیده میشه، در واقع حس خبر، حس این که همیشه یک بچه‌ای رو سپرده به بچه‌ای که تمام امید زندگیش بوده، نه که بچه رو نخواسته، برای که بچه کشته نشه، چون خیلی دشمن داشته، اگر میفهمیدن اصلا نمیذاشتن این بچه سرانجام برسه، برای نجات این بچه رو به رودخانه میسپره. برای من همیشه منتظر خبری بوده که بچهش رو بالاخره از اون طریق پیدا کنه. برای من چیزایی که دارم میگم شاید الان با گفتنش معنی پیدا میکنه، ولی خاصیت نقاشی اینه، ما یک تصویر رو ایجاد میکنیم، قسمت زیادیش واسه اینکه شما نگاه بکنید و حس خودتون رو بگیرید از این تصویر و کنجکاو بشید و شاید بعد بخواید داستانش رو بدونید. میدونید چی میگم؟ یعنی اینجوری نیستش که ما تمام داستان رو توی تصویر عنوان بکنیم، و تمام کارهای من همینجوریه، یعنی غیر از داستانهایی که به اصطلاح خودتون میدونید، مثلا چه میدونم داستان آرش کمانگیر، بقیه فقط کاراکترهایی هستن که ما میگیم خب چرا مثلا این قیافه رو داره، چرا فضاهای خالی اینجوریه. یا مثلا بذارید یک نمونه دیگه بهتون نشون بدم که خیلی هم براتون آشناست، فرزن و اون داستان مرگ سهرابه. خب طبیعتا این خیلی خلاصه دیده میشه، ولی همونجور که میبینید تصویر و کاراکتر در سمت راست قرار گرفته و جلوش یک فضای کاملا باز خالی و دلیل داره. علتش این نبودش که من نمیدونستم که خب نباید این همه فضای خالی توی تصویر گذاشته بشه. این کامپوزیشن به خصوص به این دلیله که در واقع چشم انتظاری یک پدری رو که بر فرزندش رو در واقع نیمه جان کرده و در انتظار اینه که نوشدارویی برسه، این انتظار در واقع با این فضای خالی نشون داده میشه. بنابراین من از سمبول‌های تصویری استفاده کردم، نه سمبول‌های کلامی، فقط کنجکاوی رو برمی‌انگیزانه. و بعد اتفاقا همینه، من میخوام این و تمام نقش ها و تمام تصاویر به نوعی کنجکاوی ایجاد کنه که ببینیم این کاراکتر چیه. بعد میریم داستان کاراکتر رو میخونیم، تازه میفهمیم که واو مثلا این چه ماجرایی پشتشه. و شاید بس که داستان رو خوندیم دوباره برگردیم تصویر رو نگاه کنیم، شاید اون وقت تصویر یک معنای دیگه ای برام پیدا کنه. الزاما همه تمام اون چیزهایی رو که من میخوام بگم شاید همزمان نگیرن، هر کس به روش خودش بگیره، همونجور که من به روش خودم داستان شاهنامه رو خوندم. شاید من خواستم که این قسمت به خصوص از این داستان اینقدر مشخصا گفته بشه، شاید یه نفر دیگه مثلا داستان سیندخت رو بخونه زیاد کاراکتر سیندخت رو توش نبینه، بیشتر داستان شاه‌ها رو میبینه، بیشتر داستان رودابه و زال رو چون جریان عشقشونه میبینه. ولی برای من این وسط کسی که اینقدر
تاثیرگذار بوده تو این داستان، برای من اون مهم بوده، دوست داشتم اون قسمت قضیه رو ببینم، اون قسمت داستان و کاراکتر رو ببینم. برای من انتخابه، داستان خودش خیلی غنیه، کاراکترهای فوق‌العاده‌ای داره و وقتی که شما یه داستان رو میخونید و یه کاراکتر رو انتخاب میکنید، ناخودآگاه وقتی داستان رو میخونید تمام کاراکترهای اطرافشون هم ماجراهاش رو به اصطلاح میخونید و شاید کاراکتری که شما انتخاب بکنید تو این جریان داستان کاراکتر متفاوتی باشه، ولی من باعث شدم که شما داستان رو دوباره بخونید. بله، متشکرم، بسیار عالی. عالی، مرسی، مرسی. بهزاد جون نوبت شماست. با درود و سپاس، واقعا بسیار زیبا بود کارتون. من که تحت تاثیر قرار گرفتم، مخصوصا این که از کلاردشت تعریف کردن، یه آموزگاری بچه کلاردشت هستم. اتفاقا خانواده آموزگار مال کردیچال کلاردشت هستن. بله، ما کردیچالی هستیم. بعدش یکشونم پزشک بود، همکار بابا بود. چند تا سوال داشتم. یک این که اون طراحی های سیاسفی سایزاش چقدره؟ یه حدوداً میتونین اینچ یا سایزای 11 در 17 تو اون سایزاش و سایزای بله. بزرگتره؟ بله، سایزای خیلی بزرگی نیستن. دارم 20 در 24 دارم، 11 در، در واقع الان یه چند تاشون روی دیوار هستن، میتونم بهتون نشون بدم، شاید براتون بیشتر چیز بشه، بیشتر براتون این کارگام، این مثلا کار هست. بسیار زیبا تصاویر هست. بعد اینا با مداد کنتر بود یا با اینک بود با روی کاغذ سفید؟ نه خیلی، اینا راپید با اینک هستن، یعنی اینک پنسل. تو بیمارستان اینا یه سری کاری که بیمارستان کرده بود با اینک بود؟ بله، با پنسل، با راپید، نمیدونم. تو کار معماری ما خیلی راپید استفاده میکردیم، کار پرزنتیشنمون رو با راپید انجام میدادیم و درخت میکشیدیم، کار اینجوری و همون. دو تا سوال دیگه هم داشتم. یکی توی صحبتاتون هم اوائل گفتیم که جلوی کتاب رو گرفتن ولی دوباره نفهمیدم، یا شاید من بد فهمیدم. منظورشون کتابه؟ خب ببینید، من دارم کتاب رو تو کانال پرورش ایران به اصطلاح چاپش میکنم، طبیعتاً باید زیر سانسورای اونا قرار بگیره. کتاب، دو تا کتاب دارم که بهتون نشون دادم که چاپ شده، و کتابای زیادی دارم در واقع. شبیکم کتاب، بذارین نشونتون بدم، این کتاب من اصلا حاضر نشدن حتی در موردش صحبت کنن و دلیلش هم اینه که The Sign of Green Stars، این هم براشون فرستادم، ولی این در واقع داستان دو تا کازینه که اینها سر یک درخت ماروسی با هم می جنگن و باعث جنگشون، باعث جنگ های قبیله‌ای اطراف میشه، تمام به اصطلاح اطراف و هم میرزه سر جنگ این دوتا کازین و درخت ها رو نصف میکنن، درخت ها از بین میرن، خیلی کارا انجام میدن، ولی در نهایت این دوتا کازین میفهمن بابا ما کازینیم، هیچ راهی نداریم، که باید با هم صلح کنیم که بتونیم زندگی کنیم، میخوش که زمینمون آرامشی نخواهیم داشت، با هم صلح میکنن و در واقع جریان عرب و اسرائیله و اینا این قضیه رو فهم میدونن، کاملا مشخص داستان است، داستان این که چرا باید این جنگ ها سر این چیزا صورت بگیره، این رو که اصلا حاضر نشدن در مورد حتی فکر کنن، ولی داستان دومم این رو که قبول کردن با تغییراتی، و اگه بهتون بگم مثلا چه تغییراتی، خب خیلی عجیبه، مثلا گفتن چرا اسمش دانیل دی بلوه، گفتم خب برای اینکه این قبیله آبی هاست، من دارم در مورد رنگ ها صحبت میکنم و اینم داستانش داستان تبعیض نژادیه، اینکه ما انسان ها فقط به خاطر اینکه شکل های متفاوتی داریم ما هم اختلاف پیدا میکنیم و چرا باید این اختلاف وجود داشته باشه، و بعد تصمیم گرفتم که دانیال آبی باشه، بعد هم آروم آروم رنگ های مختلف به وجودش میاد، به شناخت به سر قبایل مختلف و رنگی میشه، و مثلا یکی از ایراداشون بودش که نه ما نمیتونیم دانیال رو آبی استفاده کنیم، برای اینکه دانیال آبی میخوره به اینجا، تو ما تو ایران تیم آبی داریم، تیم قرمز داریم، استقلال و پرسپولیس داریم، اگه شما بگید مثلا دانیال آبی، دانیال آبی مثلا ممکنه همه فکر کنند شما طرفدار استقلال، چیزهای این شکل. در هر حال ما ناچار شدیم اینو تغییر بدیم به دانیال رنگین، و در داخلش رو هم همچنان یه سری ایرادهایی گرفتن که یه سریش هم البته بد نبود، یعنی کمک کرد که تغییراتی صورت بگیرن. بنابراین این کتابی که من چاپ کرده بودم با
تغییراتی که خودم تصمیم گرفتم، یعنی اگه تغییرات به یه مرحله بودش که کاراکتر کار رو از بین برد میگفتم نه، ولی یه تغییراتی تونستم بدم و اونا داره چاپ میشه. سوال آخرم هم اینه که یه نقاشی اگه برگردین، اونی که چند تا آدم خوابیدن از توشون درخت داره رشد میکنه، خیلی زیبا بود، یه ذره میخواستم بیشتر درباره اون صحبت کنیم. بسیار. همطور که گفتم این یک دوره هستش که خیلی برای من شخصیه. این دوره بودش که من پدر، مادر و برادرم رو از دست دادم و به نوعی میخواستم اونها رو زنده نگه دارم تو وجودم و اینکه وجود دارن. بنابراین توی این تصویر همونان در واقع دوباره زندگی و درخت داره از وجود این سه تا عزیز من شکل میگیره. خب دوستان بسیار عالی، خیلی خوب داره پیش میره، واقعا من که دارم لذت میبرم. حسام جان بفرمایید. سلام. سلام. من سوالی به خصوصی ندارم، فقط خواستم بگم که خیلی خیلی واقعا خوشحالم که امشب تونستم بیام توی این برنامه و با کارهای شما آشنا بشم. چیزی که من به خیلی واقعا شگفت زده کرد، غیر از کار نقاشی شما، آگاهی شما به شاهنامه است. یعنی شما این شخصیت‌های شاهنامه رو که واقعا خیلی ایمپرسیو هست، شما آگاهی شخصیت‌های شاهنامه رو که اینطوری پروروندین، لازمش دونستن اون داستان، لازمش دانستن اون داستان شاهنامه است. و در واقع گفتم سوال ندارم، سوالم اینجاست آیا واقعا شما شاهنامه رو اینطوری به این عمق باش آشنایی داشتین، خوندین، یا اینکه شخصیت‌هاش رو چطوری تونستین بر خودتون تجسم بکنین؟ چون در دید من خواهش کنم، من شاهنامه شناس نیستم، واقعا خودم رو تو این زمینه چیز نمیدونم، ولی خب من در واقع کاراکترهای، یعنی نگاه میکنم داستانهای رو که میخونم، کاراکترهایی که برام جالبه، شروع میکنم عمیق‌تر در مورد داستانشون خونده. در واقع من الان خیلی هنوز جای کار داره، خیلی و خیلی هم اتفاقا هیجان انگیزه برای من، برای اینکه هنوز خیلی کاراکترها هستن که میخوام در موردشون بررسی کنم. مثلا همین که بهتون گفتم داستان دیوها، برای اینکه فرضاً همیشه ما تو ذهنمون بود که دیوها موجودات وحشتناکی بودن، بعد تو یکی از کاراکترها میخونم که وقتی که به اصطلاح هوشنگ که پسر نمیدونم دوم کیومرث هستش، همینا که میگم نمیدونم، برای اینکه واقعا نمیتونم دقیق بهتون بگم، کشته میشه وقتی که دیوها رو اسیر میکنن. یکی از چیزهای آزاد کردنشونه که به آدمها سواد یاد بدن. یعنی چی؟ یعنی که دیوها سواد بلد بودن. بنابراین خیلی چیزا هست در مورد دیوها که ما نمیدونیم، و من بعدها رفتم دارم بیشتر بررسی میکنم و میبینم مثلا یک کسی به سر دیوی مثل ارژنگ دیو در واقع پادشاه مازندران بود، دیو نبوده. نحوه که میگم لباس میپوشیدن، نحوه که با دیگران میجنگیدن با حکومت مرکزی، اینها رو در واقع مثل مخالف خودتون رو که نمیشناسید سعی میکنید چجوری جلوه بدید، در واقع اومدن به این شکل جلوه دادن. برای من خیلی چیزا هستش که الان دارم بررسی میکنم، خیلی خیلی چیزا توش پیدا میکنم که همینجوری فقط یک مثنوی معمولی به من یاد نمیده. در واقع دارم یک فرهنگی رو میبینم که با یک زیرسازی داره اون زیر به نمایش در میاد، و فقط هم از خود فردوسی شروع نمیشه، مثلا اینا قبل از فردوسی بوده و فردوسی گردآوریش کرده. برای من ما خیلی داریم از پشتش خیلی هستوری رو میبینیم، ولی برای من بیشتر از همه همین کاراکتراست خیلی عجیب و جالبه. ولی خب ولی دارم خودم رو ادوکییت میکنم. من خیلی شاهنامه شناسم. نه عالی. اصلا صحبت نکته اصلی حرف من سر این مسئله است که خب جدا از این که شما هنر تصویری دارین، برای اینکه بتونه این نشون دهند، یه بار دیگه نشون بده، برای اینکه هر کسی تو کارش موفق باشه با ریشه اصلی کارش درست باشه، یه شاعر خوب شاعری هست که ادبیات ایرانی لازم داره، لازم شاعر خوب ایرانی شاعری هست که ادبیات گذشته ایران رو بهش وارد بشه و بتونه از اون ادبیات ریشه‌ش رو الان نشون بده. یک نقاش خوب، یک تصویرساز خوب مثل شما، برای اینکه بتونه مثلا رستم رو نشون بده باید پشتوانه رو داشته باشه، و این نشون من از این داشتن پشتوانه شما خیلی
این خوشحال شدم که واقعا آشنا شدم باهاتون، برای اینکه نشون بده که زحمت کشیدیم، نشون بده که نقاشی به صرف اینکه الان برداری یک خط پیش نبوده، این کاراکترها رو شناختنش، و خواستم بهتون تبریک بگم، بگم خیلی ممنون. حالا آقای جابدانی اینجا هستن که تخصص دارن توی شاهنامه، میتونن بگن چیزای دیگه بگن، ولی من فقط خواستم بگم خیلی ممنون، تشکر میکنم که شما اینقدر اطلاعاتتون زیاده توی این مسئله. خیلی ممنون. خواهش میکنم. لطف دارید. مرسی. کسی هست؟ مهوش ببخشید اسمش. دوستان اگر میخوان صحبت کنن، اگه دست بالا کنن من بنویسم تو لیست. با سلام دوباره به تک تک دوستان و به خصوص پریسا جون، واقعا ممنون از لطفت و اینکه این پرزنتیشن باعث شد که من خیلی دقیق‌تر با شما آشنا شم. من قبل از اینکه با خود شما آشنا بشم، با کارهای شما، چون مرتب نمایشگاه های ساغر جون میرفتم و یادم میاد که این کتاب دانیل دبلو رو ایشون گفتن که دوستی هنوز ایران هستن و این کتاب ها رو برای فروش گذاشتن، و یادم میاد این کتاب رو گرفتم و فهم میکنم چقدر دلم میخواد با نقاش آشنا بشم، ولی جالبه که هیچ وقت ارتباط برقرار نکردم. یعنی خب نوشته، اسم شما رو کتاب نوشته شده، و الان که توضیح دادین شما یادم افتاد چه جالب، من هیچ وقت از وقتی که با شما آشنا شدم این ارتباط رو ایجاد نکرده بودم. خیلی برام جالب بود و ضمناً من هم واقعا خیلی برام جالب بود که شما چقدر شخصیت‌های شاهنامه رو باید خوب بدونین، به جز مسئله نقاشی، طراحی یا هر چی اسمشو بذارین، نمیدونم دراینگ میذارین، طراحی میذارین، که اینا هم مسئله واقعا اون طرح‌های زیباست و همین که داستان اینا. برای منم واقعا جالب بود و از آشنایی با شما دوباره خیلی خوشحالم. خواهش می‌کنم. حالا فرصت بشه افتخار من. نه واقعا میگم، چون من کارهای شاهنامه شما رو هم چند تایش رو یادم میاد، همون سالها که کتابتون رو دیده بودم یادم بود، ولی این خب الان بیشتر کارها رو شما نشون دادید و با توضیحاتی که دادین، من چون تو کار نقاشی تقریبا سوادم صفره، خیلی خوشحالم که وقتی که این توضیحات رو دادین، به نظرم همین که میگین بعد آدم جذابه براش که حالا بره بخونه راجبشون، بعد دوباره این همانی کنه با اون کار و یه مقداری این دونستنش به نظر من لذت بیشتری میده. برصورت خیلی ممنون و خیلی از آشنایی دوباره با شما خوشبخت. خواهش میکنم. خیلی لطف دارید. مرسی. خب اگر دوستان کسی نیست آقای جان. چه جان دارم جان، یه سری الکترونیک دست بالاست، میدونم محسن اینا دستشون بالاست. ما نمیبینیم. بذار جان. محسن و تاتی فعلا بالان. آقای الفت هم دست بیار پایین عزیز. آره. من تاتی جون رو الان فقط میبینم و همین. کسی دیگه هست؟ آقای جاودانی هم دستشون رو بلند کرده. اونو نوشتم. بعد از آقای جاودانی تاتی جون. تاتی جون باش. آقای جاودانی بفرم. با درود و سلام خدمت همه دوستان، مخصوصا سرکار خانم هنرمندمون خانم فقیه. من خیلی خوشحالم، واقعا لذت بردم از اینکه ایشون همونجور که جناب حسام گفتن به بقیه دوستان، ضمن اینی که خب تسلط خیلی خوب و خیلی مشخص و روشنی در خصوص نقاشی دارند، تخصص خاصی هم در مورد شاهنامه دارند. من به عنوان کسی که یک چند بیتی از شاهنامه رو خوندم و به اصطلاح با بعضی از داستان‌های شاهنامه یک مقدار آشنایی دارم، بسیار بسیار لذت بردم. به نظرم میاد که خانم پریسا خانم در مسیر فکرشون اون نقش خانم ها در شاهنامه رو که همیشه مورد هجوم و حمله مخالفین فرهنگ ایران بوده، اون نقش رو به خوبی تشخیص دادن، به خوبی این نقش رو زنده کردن و روش کار کرد. ما یکی از جناب دارم، من چند دقیقه فرصت دارم برخدم. حالا چهار دقیقه فعلا گفتیم، ولی کن الان زیاد، حالا چقدر میخوایی صحبت کنیم؟ نه من خواستم خودم رو تنظیم کنم با حسره، ببخشید. فقط فکر کنم فعلا یه سقفی بذاریم چهار دقیقه یا پنج دقیقه که بقیه هم بتونن صحبت کنم.
بله همونجور که من قبلا هم تو گروه های مختلف عرض کردم خدمت دوستان، شاهنامه به خاطر بعضی از مسائلی که درش وجود داره همیشه مورد هجوم و مورد هجمه مخالفینی بوده که هنوز هم اون مخالفتشون رو با شاهنامه دارن و شدیداً باهاش برخورد میکنن و در به شاهنامه ابیاتی الحاق شده، ابیاتی اضافه شده و خیلی جالبه که بیشترین ابیاتی که بهش اضافه شده در مسیر کوبیدن خانم‌ها و اون طرز به اصطلاح برخورد، می‌خواستن بگم برخورد ایرانی‌ها قبل از اسلام با خانم‌ها یک برخورد به اصطلاح به عنوان برد و به عنوان کنیز. توی کارهای خانم پریسا خانم من الان میدن دقیقاً درست تشخیص دادن و ضمن اینی که این رو ثابت میکنه که همچین چیزی نیست که خود شاهنامه هم این رو همیشه به اثبات رسونده، مثالی ایشون زدن از سیندخت. سیندخت که همسر پادشاه کابل هست اصلیتش ضحاکی هست، از اصلیتش از خانواده ضحاک هست. فریدون اومده با ضحاک مبارزه کرده، ضحاک رو گذاشته کنار، نوه فریدون که منوچهر هست حالا شده حاکم ایران، بعد پسر به اصطلاح سام که از پهلوانان هست میاد عاشق دختر کسی میشه که یک عمر ظلم کرده به کشور، یک عمر به مردم ظلم کرده. و الان همینجور که خانم فقیه گفتن یک جنگی قراره در بگیره، به خاطر که اصلا قبل از اینکه این مسئله عشق عاشقی این دوتا مطرح بشه دستور قتل عام اینها رو داده بود منوچهر که برید و کاخ پادشاه کابل رو زیر و رو کنید، هیچ کس از خانواده ضحاک به اصطلاح زنده نمونه. خب حالا شما فکر کنید با همچین دستوری که شاه داده، با مسئله عشق و عاشقی که بین زال و رودابه پیش اومده، با ترس و وحشتی که شاه کابل از پادشاه ایران داره که الان قرار هست بیاد جنگ صورت بگیره، نقش سیندخت در این وسط کاملا 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 روشن میشه. و خانم فقیه بسیار بسیار جالب، بسیار خوب این نقش رو عنوان کردن و این رو به اصطلاح در اون تصویری که وجود آورده بودن نشون دادن، از یک جنگ خیلی بزرگ، زمینی که از جنگ جلوگیری کردن، یعنی به قول معروف با اون جلوگیری از جنگ هم تموم نشده موضوع، موضوع این وصلت بوده، موضوع پیوند بوده و این پیوند زمانی که انجام میشه نتایج این پیوند هست که رستم به وجود میاد، نتیجه این پیوند هست که در جنگی که کاووس انجام میده همین مهراب شاه به اصطلاح پدر رودابه و مادر رستم نقش بسیار زیادی داره در جلوگیری از حمله اعراب اون زمان، نه اعراب اسلام، به ایران و تورانیان که میان. بنابراین میبینیم که تنها این نیست که ما بگیم سیندخت اومد و جلوی این جنگ رو گرفت، نتیجه این کاری سیندخت و امثال سیندخت. گردآفرید یکی از افتخارات خانم های قبل از اسلام ما هست. زمانی که سهراب حمله میکنه توسط ارتش توران، توسط ارتش افراسیاب حمله میکنه به ایران و اون دژ معروف رو میگیره، خب فرمانده دژ اونجا گرفتار میشه، فرمانده دژ که گرفتار میشه میگه خب حالا کی حاضره بره به جنگ اینها و جلوی اینها را مقاومت بکنه؟ خب دخترش میره یه گرد آفرید باشه. زمانی که داره با سهراب میجنگه کلاه خود از سرش میفته که سهراب متوجه میشه که این زن هست، میگه این ایرانی ها زنشون که این هست پس مردشون میشه. یعنی در همونجا این بزرگترین تعریف رو از به اصطلاح زنهای ایرانی میکنه. و همون جور که ایشون فرمود، من خیلی وارد موضوع نمیشم، خیلی خوب ایشون کردن، فقط خواستم بگم که من به شما تبریک میگم که چقدر خوب، چقدر عالی این موضوع رو انتخاب کردین، کاراکترهای بسیار صحیح و درستی رو از داستان بیژن و منیژه. از حالا من پیشنهاد میکنم به خانم فقیه‌زاده داستان خود حکیم رو و رابطه حکیم با همسرش
در ابتدای داستان منیژه هست. شما ببینید که فردوسی چی داره میگه راجب خانومش، راجب زنها. اینو میگه ماه، مهربان بانو، فرشته. در صورتی که ما هیچ وقت در بعد از حمله اعراب همچین القابی رو در مورد خانوم ها نداریم، همیشه رفتن توی پستو، همیشه بهشون. حالا بنابراین من خیلی خوشحالم، خیلی واقعا لذت بردم از اینکه شما واقعا خیلی خوب، خیلی جالب این مسائل رو مطرح کردین و من ازتون تشکر میکنم. خیلی متشکر، پرحرفی کردم، از خواهیم. نه خواهش میکنم، مرسی، لذت بردیم. تاتی جون نوبت شماست. من میخواستم که از پریسا جون برای هم مدل ارائه بیوگرافی خودتون و هم از اینکه دست ما رو گرفتیم از پروسه شروع کارتون، شروع کارهای هنریتون، درس خوندنتون، تو ایران بودنتون و کارهای هنری که کردین و شاخه شاخه های مختلف کارهایتون که هر کدوم به نوع خود خیلی خیلی زیبا، خیلی جالبه. من واقعا بهت یک معذرت خواهی بزرگ بدهکارم که تو عزیز من تو کامیونیتی ما هستی و ما تو رو میشناسیم، ولی وقتی کارتو نشون میدی و حرف میزنی من میفهمم من چقدر ایگنورنت بودم و تمام این سالهایی که تو از جان و دلت هنرت رو به ما ارائه کردی و دانش خیلی قوی حسیت رو و تاریخیت رو توی تابلوهات منعکس کردی ما ازش خیلی کم میدونیم. واقعا ماها رو ببخش. امیدوارم که بیشتر بتونیم از هنرت، از دانشت و از زیبایی های کارت، کارهایی که با راپید انجام دادی، کارهای تاریخی، کارهای رنگی، حجم سازی و کارهای خیلی خیلی کارهای زیبایی که تو داری که ما یه مقدارش رو توی چند تا اگزیبیشنی که داشتی دیدیم، امیدوارم که ما بیشتر بتونیم ببینیم، ازت یاد بگیریم و از صمیم قلب بهت افتخار میکنم. ما بهت افتخار میکنیم. خیلی ممنون این برنامه رو برای ما ارائه کردی. خیلی دوستت داریم و موفق باشی عزیزم. دوست دارید. خیلی ممنون. باقی جون شما بهتر از من، واقعا من نمیدونم چجوری بایستی از چیز بکنم، احساسم رو بیان کنم نسبت به واقعا کسی که کنار ما هست و همچنین غیر از ایشون کسی دیگه الان توی کامیونیتی ما هستن ما نمیشناسیم، با هم ارتباط داریم ما ولی عمق همدیگر رو نمیشناسیم و این یکی از خصوصیت این برنامه است که خب واقعا میتونیم به هم نزدیک بشیم و بیشتر. حالا من خیلی کار دارم با ایشون برای اینکه با تخصصایی که ایشون دارن چه کارهایی که ما میتونیم، البته ایشون اگر وقت و حوصله‌اش رو داشته باشه با هم انجام بدیم. بدون اینکه بخوام مسیر جلد برنامه رو عوض بکنم، چون اینجا مطرح شد لازمه که واقعا از کارگاه هنر تشکر بشه. این برنامه به خصوص، همین برنامه امشب، همین معرفی خانم فقید و برنامه که ارائه دادن، هیچ برنامه دیگر نبود. این به تنهایی بسیار بسیار برنامه بزرگی بود، بسیار بسیار کار مثبتی بود، شناسوندن آدم های اینطوری تو جامعه و افراد حالا عقب افتاده مثل من که تو جامعه 40-50 سال اینجا هست و از این چیزا هیچ خبر نداره. یعنی واقعا یه کار خیلی بسیار بسیار بزرگی و کارگاه هنر شروع کرده چندین وقته و اینم نمونه برنامه‌اشه و بهش تبریک میگم. خیلی ممنون دارم، خیلی متشکرم. تشکر، تشکر. خب حالا من فکر کنم چون 4 دقیقه یه ذره مونده حرفمو تموم کنم. باشه، اشکال نداره. حرفم تموم نشده برای اینکه می‌خواستم که از پریسا جون خواهش کنم، چون اینجا تقریبا بیوگرافی تو خود زحمت کشیدی گفتی، گذشته از تشکری که از دارا جون و مهوش جون و این برنامه داریم، خیلی دوست داریم راجع به کارهای دیگر، مقالهایی که راجع به نوشته شده، جاهایی که منعکس شده هنر تو و ریویوهایی که گرفتی و اینا با خبر بشیم. میدونم اینا همش تو یک برنامه نمی گنجه،
ولی واقعا دوست داریم که اگر براتون امکان داشته باشه پریزا جون با ما شیر کنیم. حتما. ببخشید بگی. من معذرت میخوام. نه زن بگو. چیزهایی بودش که ما توی برنامه گذاشته بودیم ولی فکر میکنم یادم رفت عنوان بکنم. ما یک به اصطلاح گروهی رو تشکیل دادیم چند حدود 3-4 سال پیش که روزا جونم اتفاقا خانم روزا فخرایی هم جزء گروهمون بودن و ما هم دیگه یک گروهی رو تشکیل دادیم و یه سری کار شروع کردیم با هم دیگه که کارهای گروهی بود و کارهای فوق‌العاده‌ای بود، یعنی خودمون خیلی لذت بردیم به صورت تجربی. و این کار حاصلش این شدش که درست قبل از این کوارنتین یک نمایشگاهی توی دی سی داشتیم و توی دی سی بعد از اون نمایشگاه که خیلی نمایشگاه موفقی هم بود و توی واشنگتن پست در مورد کارهای ما نوشته شد و این هم مثلا فلایرش بود که ما انجام دادیم و این قسمتی از عکس هایی که یکی از دوستان گروه به نام خانم رویا انصاریان یه سری کارهای تجربی عکس جزو کارها خیلی متنوع بود و توی واشنگتن پست در مورد کارهای ما نوشته شده و قسمتی هم هستش که در مورد کار من نوشته شده و این رو به اصطلاح کارهای شاهنامه هم رو به شکلی بازگشت به اون فضای سنتی و شناسایی فضای سنتی ایران به اصطلاح اسم برده. من یه سری کارهای قبل از این هم خب توی همونجور که گفتم من خودم زیاد شرکت نمی کردم، ساغر جون بیشتر کارهای من رو به جاهای مختلف می برد و پست ها رو برای من می فرستاد. متاسفانه من هیچ کدوم رو سیف نکردم ولی خیلی لطف داشتن که من رو به اصطلاح پیوند زدن به این ماجرا. ولی این یک چیز اخیر بود که من داشتم نمونش رو براتون فکر می کنم یه تیکه دیگه هم هست براتون بذارم که به اصطلاح توی جزء مجموعه ماله، در واقع این کار شیرین من رو که جزوی از مجموعه چیز هست در واشنگتن پست پخش کرده بود. ولی از هر کدوم از بچه ها به شکل جدا به اصطلاح کار گذاشته شد و در موردشون گفته شد. این فقط بخشی بودش که مال من ما کنار گذاشتیم به خاطر این کار، وگرنه از دونه دونه بچه ها و از جمله از کارهای روزا جونم تو همون واشنگتن پست در مورد کاراشون نوشته شد. بله خیلی هم نمایشگاه جالبی بود در دی سی. این نمایشگاه اخیرتون هم دیدیم، هم کارهای شما هم کارهای روزا جون که توی پارس پلیس بود، خیلی جالب بود. فقط من تنها چیزی که میتونم بگم، ببخشید طولانی شد، کاش که در مورد این نمایشگاه شما حتی توی کامیونیتی خودمون به وسیله سایت هایی که داریم، صفحاتی که داریم، بیشتر مطرح میشد که من مطمئنم دوستان دیگه هستن که شاید کم خبر یا بی خبر موندن از این قضايا و حیفه که نبینیم. بله خیلی ممنون. در ضمن این بک‌گراند کاری که من پشتم هست کاریه که جز و همون گروه ها بوده و من و روزا جون با هم انجام دادیم. در واقع یک دوره ما با هم همچنان البته داریم کار میکنیم روی کارهای مینیاتور، روی کارهای چند تا کار داریم با هم دیگه انجام دادیم، باز هم بازگشت به اون فرهنگ خودمونه به نحوه خاص خودش. این کار کاملا تو هر قسمتش هر دوتای ما شرکت داشتیم و خیلی برای خیلی جالبه که بدونن چجوری شما یک کار رو دو نفره داری انجام میدیم، کدوم قسمتش رو کی داره انجام میده. و قشنگی اینجور کارها اینه که ما این کار رو کاملا از فکرش تا اجراش پا به پای هم انجام میدیم و این یکی از چیزهایی بودش که این به اصطلاح کار این گروه رو جالب میکرد و بیشتر توی واشنگتن پست در موردش نوشته شده که چجوری یک کار کلابراتیو اینجوری شکل گرفته بین چند تا نقاش، چون ویژوال آرتیست ها خیلی ایندیویدوالن، حاضر نیستن تو فضاشون کسی رو راه بدن، کار من کار منه، من این سبکمه. اینکه این مرحله خودخواهی رو آدم بذاره کنار، حاضر بشه که فضای یه نفر دیگه، یک حالت گفتگو با هم دیگه باشه، یک چیز نو بود به نظر من. کار نویه که داره ارائه میشه و من افتخاری داشتم که با این گروه کار کنم.
بسیار عالی. حالا من ازم کتاب ساین اف استارتون گرین استارتون توی آمازون هم هست، اینا منشن کنید که اگه دوستان. بله ولی متاسفانه نمیتونم بخرم به خاطر اینکه من جلوی چاپشون رو گرفتم الان، ولی تصاویرش هست. بله حالا تاتی جون یه نکته رو که اشاره کرد بگم، این برنامه امشب که ضبط میشه موقعی که میخوایم بازپخش بشه، تمام اون جزئیاتی که توی این برنامه نمیشد بیاریم رو ما به عنوان داکیومنت میذاریم که دوستان مراجعه بکنن، از هم از جنبه اینفورمیشن هم از جنبه کارهایی که اینجا فرصتش نبوده که بهش بپردازیم. این یکی. دوم اینکه یه پیشنهاد جالبی که میتونه برای یه برنامه مثل امشب داشته باشیم، همین کار جالبه که چند هنرمند با هم روی کار به اصطلاح این تجربه ای رو که شما داشتین رو به عنوان یه برنامه بیاین ارائه بدیم و چجوری این کار عملی هست و چرا این کار کردین و نتایجش چی بوده، چون این چیزا رو فقط در عمل میشه واقعا تجربه کرد و بعد بهش برخورد کرد. امیدواریم حالا به خصوص خانم ساغر رو ما فکر کنم از هنرمندایی هستن که توی منطقه ما احتیاج داره که ایشون رو دعوت بکنیم که بیان و تجربه های خودشون رو بگن. من موقعی که از کانادا به اینجا اومدم اولین کسی که آشنا شدم خانم ساغر بزمهری بود. بله ایشون هم هنرمنده فوق‌العاده‌ای رو میشناسم. بله بله به هر حال سراغ ایشون خواهیم رفت به خاطر اینکه حالا گفتیم هم چیزایی که دم دست داریم فعلا شروع میکنیم تا بریم به تمام هنرمندهایی که توی این منطقه هستن کشفشون بکنیم. خب دوستان کسی دیگه اگر صحبتی دارن بگن که من یادداشت کنم، وگرنه من خودم تو نوبتم. کسی من هست؟ از شما صحبت میکنم دارا جان، شما صحبت کنید بعد من بفرمایید. اگر میخواین الان صحبت کنه اشکال نداره. نه من یادم نمیره دارا جان. بفرمایید. خب ببینید دوستان، من چند تا نکته خیلی مهم رو اینجا فقط یادداشت کردم که به این جلسه احتمال داره که کفاف نده که روش وایستیم، ولی چند تا نکته مهم به نظر من تو کار پریسا جون هست که میشه برخورد کرد و من به عنوان یکی از مباحث گفتمان فرهنگی دوست دارم یه موقعی این مقولات رو بیاریم جداگانه بهش برخورد کنیم. یکیش مسئله زبان تجسمی هست، زبان ادبی و زبان تجسمی. ما به عنوان این ایرانی معمولا زبان ادبی رو خیلی بیشتر آشنا هستیم تا زبان نقاشی یا هنرهای تجسمی. یعنی اگر هم میخوایم یک چیز رو تفسیر بکنیم از نقاشی، اینا با زبان ادبی در واقع توضیحش میدیم. یعنی اون درکی که معمولا این یه تجربه اجتماعی مسئله فرهنگیه در واقع تو فرهنگ ما، اونقدر که شعر جا افتاده و ادبیات، هنرهای دیگه مثل نقاشی یا از بحث شما مجسمه یا چیزهای دیگه با اونقدر جا نیفتاده، یعنی کار نشده روش که بشناسن. یعنی فرض کنید مقایسه کنید با فرانسه، تو فرانسه اگه شما برید مثلا تابلوی پیکاسو یا یکی از این هنرمندا رو رو دیوار زده منظوری داره، یعنی انتخابش کرده. ولی توی ایران اکثرا پیکاسو از اون خیلی مدرن‌تر توی دیوار فلان حاجی هم هست و اینا فقط اگر احترامی قائلن، اگر ارزش قائلن، به خاطر اون ارزش مادیشه، یعنی چقدر قیمت داره، چقدر نمیدونم. یعنی خود اون فرهنگ زبان تجسمی خیلی ضعیفه. نکاتی رو که پریسا جون مطرح کردن و این
در واقع نشون میده عمق شناخت ایشون رو که بیاد یک اتفاقا زبان دیگه ای مثل فردوسی رو که یک زبان ادبی هست رو به صورت تجسمی نشون بده، از کلام استفاده نکنه. خیلی خوب، این شناخته شده نیست. موسیقی هم همینطور، موسیقی رو هم ما فرهنگش رو نداریم. فرهنگی که داریم اون چیزاییست که در واقع عادات ما هست. یعنی اونقدر که شعر حافظ رو ما میریم دنبالش تا بفهمیم چی میگه، اونقدر یه آدم عادی حتی میره دنبالش، ولی که در مورد موسیقی و نقاشی اینطوری نیست. واقعا شناخت ادبی، یعنی بیشتر با زبان ادبی نقاشی و موسیقی رو ما استفاده میکنیم. اگر توجه بکنید تو موسیقی سنتی ما شعره که حرف اول میزنه، در واقع موسیقی یدکش شعر هست. به هر حال این یه نکته بود که به نظر من یه موقعی بعد نیست روی این مسئله کار بشه، برای این که اگه ما بخوایم کار مثبتی انجام بدیم در همین شناخت هنرهای تجسمی و موسیقی و زبان نشونه، یعنی زبان موسیقی و زبان نقاشی رو ما بتونیم طوری بشه که بدون این که بخوایم از داستان ادبی استفاده کنیم تا یه چیزی رو توضیح بدیم در مورد یه تابلو، به زبان تجسمی یا زبان موسیقی ارتباط برقرار بکنیم. به هر حال این نکته بود. نکات دیگه من دارم که الان از کوپونم بیشتر میشه، در مورد آزادی و مبارزه فرهنگی هست. تمام این چیزهایی که تو بطن صحبت‌های پریسا جون بود، مسئله خیر و شر، که خیر و شر رو ما با فرهنگ مذهبی میشناسیم نه با فرهنگ ایرانی. یعنی همین داستان ضحاک و این داستانا که دیوهایی رو به ما معرفی کرده مذهب یعنی دین اسلام، در واقع واقعیت نداره. یا اینکه رابطه هنر نقاشی یا تجسمی با تاریخ، یعنی اینا مقولاتی هستش که من به نظر من در موقع به موقعش از دوستایی که علاقه دارن حتی به صورت پنل بیایم و روش صحبت بکنیم. دوستان صحبتی کسی اگر داره دیگه، من وقتم تموم شد. آقای توکلی با سلام خدمت شما و عذرخواهی از اینکه به دلیل ناخواسته نتونستم از اولتون برنامه باشم، واقعا برای خودم متاسف هستم. ولی در این قسمتی که جناب حسام گفتن واقعا خیلی جالب بوده، امیدوارستم در جلسه بعد شرکت کنم. نکته بسیار جالبی که خانم فقیر فرمودن و جالب بود که دو نفر مشترکاً یک کار هنر رو انجام دادن. خواستم اشاره کنم در کار چکامه‌نگاری در گروه ما این کار رو شروع کرده بودیم. گاهی یه نفر یه دو بیتی می‌نویسه روی انگیزه و بقیه دنبالش میان. البته ممکنه گاهی اوقات انحراف هم باشه، ولی آخر سر 5 نفر 6 نفر این رو به صورت یه غزل در میارن و وقتی نگاه میکنی مثل اینکه اون لیدر که اول شروع کرده لید کرده و بقیه دنبالمون کامل کردن و بسیار جالب بود. خواستم اینو خدمتتون بگم که در نقاشی که بسیار چیز جدیدی بود من یاد گرفتم، ولی در موسیقی که با همین نوازدم، ولی نقاشی جالب بود. در شعر ما شروع کردیم، حالا این کار رو با گرفتن الهام از کار ایشون ادامه میدیم. خیلی متشکرم. مرسی منصور جون. پس منتظر برنامه بعدی شما هستیم. کدوم برنامه؟ برنامه که دوستان نقاش که مشترکاً کار میکنن میتونه یه برنامه باشه. کار دوستانی که دارن در شعر این کار میکنن خودش میتونه یه برنامه جداگونه باشه. بسیار خوب، من این کار رو باید مسئولیتش با شما. حتما، خیلی ممنون. بله، خواهش میکنم. محسن وقت گرفته بود برای صحبت. بله، نوبت محسن جون. معذرت میخوام که من یادم رفت. محسن جون خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. با سلام مجدد خدمت دوستان همگی و تشکر از شما دارم جان و مهوش جان برای برگزاری این برنامه. طبق معمول کارهای فرهنگی میکنید و واقعا ما
استفاده میکنیم. و بعد هم از پریسا جون خیلی ممنونم که این پریزنتیشن رو انجام دادن و یک در واقع برای من مثل یه دونه کادو پیچ زهبرق بود که باز کردن. من پریسا رو همیشه میبینم ولی خیلی پریسا جون شما خیلی هامبل هستی، خیلی متواضع هستی. ما شنیده بودیم درخت هرچی بارش بیشتره سرش پایین‌تره، ولی فهمیدیم آرتیست هم هرچقدر هنرشون بیشتره خیلی آرومتر و خیلی فروتنتر هستن. و خیلی از این بابت من خوشحالم که خب این بود شما رو هم امشب باهاش آشنا شدم. و در مورد کارتون حقیقتشو بگم، من نالجم آگاهیم از شاهنامه خیلی محدوده و برام یه مقدار زمان میبره که دایجست بکنم چیزهایی که شما پریزنت کردین. در نتیجه در آینده من حتما مزاحم شما میشم، حالا یا تو کوه یا هر جا سوالی داشته باشم حتما اذیتتون میکنم. و یک چیزی رو که میخواستم تبریک بهتون بگم، این اتیتود خیلی خوبی دارید شما، و اون اینه که همونطور که شاید همه توافق داشته باشن سر این مسئله، آرتیست ها به طور کلی، من با قسمت آرتیست هایی که تو موسیقی در دستن در کار هستن بیشتر بودن، یک رقابت مخفیانهی وجود داره بینش و بعضی وقتا سازنده است بعضی وقتا نیست. ولی این مطلبی که شما میگید که مثلا مطرح میکنید که با روزا جون مدت هاست کار کردید و میکنید و چند هنرمند دیگر که اسم بردید که با هم کار میکنید و دلتون میخواد بیشتر با اونا کار بکنید، این مطلب خیلی ارزنده ایه و من فکر میکنم نه تنها جلوگیری نمیکنه از اینکه شما بیشتر فلوریش بکنید و رشد بکنید و مطرح بیشتر از اینکه هستید مطرح بشید، بیشتر خواهش، یعنی کمک میکنه هم به اونها و هم به شما. در خاتمه چیزی که میخوام بگم اینه که در ارتباط با همون مسئله که گفتم که من زمانی میبره دایجست بکنم، اون اینه که فنفر کار شما به نظر من زیاد نیست، طوری که ما که خوب دوستان شما هستیم و از آشناها هستیم و میبینیمتون گهگاه، من اطلاعاتم قدر محدوده، تصور من اینه که در مورد این کارهای مقدار فنفر بیشتری لازمه. حالا اینکه مکانیزمش چیه من حقیقتش نمیدونم، ولی با کارهای ارزنده که شما الان چند تا از نمونه‌هاشو مطرح کردید و نشون دادید به ما، من معتقدم که فنفر بیشتری داشته باشید خیلی کمک خواهد. خیلی متشکرم از همگی دوباره. عالی، مرسی محسن جان. چقدر وقت داریم؟ نفس خانم هنوز 8:35. خب دوستان ما شیرین هم دست فلان کرده بود دارم جان. شیرین جان بله، شیرین جان بفرمایید. من میخواستم از پریسا جون خیلی تشکر کنم، درست این مبحث مورد علاقه من زنان شاهنامه و هر کدوم چقدر واقعا مثل سیندخت، گردآفرین، همای و بقیه رودابه و اینا چقدر قدرتمند عمل کردن که در یه سری مواقع قدرتمندتر از آقایون عمل کردن و اینو خیلی شما زیبا تو نقاشیاتون هم نشون دادین. منتها من همیشه یه چیزی که کلن در اجتماع برام مسئله است، حقوق زنانه که زیر پایمال میشه، یعنی عملا خانوما خیلی قدرتمندن، چند تا کار رو با همدیگه میتونن انجام بدن، ولی در این که آیا زن میتونه رئیس جمهور باشه یا نه و خیلی مسائل دیگه، یعنی اگه نگاه بکنین میبینین که در طول تاریخ مثلا تعداد فرزند پادشاه زن کم بوده، مثلا تا اونجا که من میدونم 6 تا نمیدونم، مثلا ایراندخت، پوراندخت، همای و چیزای دیگه، یعنی در این که یک منصبی رو اشغال بکنن تعدادشون بسیار بسیار کم بوده و همچنان ادامه داره. بعد جمهوری اسلامی که واویلا شده، همیشه دوست داشتم که یه جوری در این زمینه این فرهنگ ما و همه توجه داشته باشن که خانما اگر اینکه قدرتمندن مناسبی رو هم داشته باشن، برای اینکه فرضاً اگر نمایندای مجلس کمتر زن باشن یا یه سجده، اصلا
همینجوری که ممکنه خانوما همه مسائل آقایون رو ندونن، به همچنین ممکنه آقایون ندونن، یعنی بتونن از حقوقشون بیشتر دفاع بکنن. و این من خیلی متأثر میکنه که در طول تاریخ و اینکه فردوسی اون چیز تاریخ رو به صورت شعر درآورده، یعنی واقعیتی که وجود داشته. خود فردوسی معلومه که به زنان احترام میذاره و زنانی هم که اینقدر قوی بودن خیلی قشنگ بازتاب داده. ولی منظورم اینه که کلا نمیدونم حالا چرا چجوری، حالا کاری ندارم که با بقیه کشورهای دنیا مقایسه بکنیم بگیم بعد اون موقعی که مثلا ما پادشاه داشتیم بقیه عقب مونده تر بودن. من منظورم کل جهان، زنان جهانم هست، در جهانم کلا اون ارزشی که به زنان داده میشه به اندازه آقایون نیست و توی ایران هم که اکثرا مردسالاری بوده و این باعث تعصب. من فقط یه چیزی اینجا اگر اجازه بدین میگم و اون اینه که علی. مسئله همین که شما وقتی ریشه و فرهنگ خودتون رو بشناسین، چه زن چه مرد، این قدرت رو پیدا میکنن که بتونن تو هر زمینه ای حق خودشون رو بگیرن. من همونجور که اول گفتم، من توی کاراکتر مردم خودم بیشتر گردآفرید و رستم و سیاوش دیدم تا محمد و علی و زهرا. این چیزی که دارن تو ذهن ما فرو میکنن، نمیخوام بگم مذهب بده، فقط دارم میگم چیزی که دارن تو ذهن ما فرو میکنن اول از همه ریشه ما رو از خودمون از ریشمون جدا کردنه و این کاریه که هر ملتی رو ضعیف میکنه. مال همه جای دنیا همینجوره و شناخت اینها باعث میشه که تو این قدرت رو پیدا بکنی که بدونی چی هستی و حقتو بگیری. حقم راست رو بخواین دادنی نیست، گرفتنیه. مگه ما نتونستیم به اون جایگاه برسیم؟ شاید درست نتونستیم، شاید باور نداشتیم که این حق رو داریم که بگیریم، شاید لازم باشه عوض کنیم. مرسی پریسا جون. نمیدونم مسعود جون دوباره دستشو بلند کرده یا من دوباره دستم ببخشید، من فکر کردیم که مال قبلیه. صحبت شما که تموم شد مسعود جان. تموم شد صحبت من. خیلی ممنون، مرسی. مسعود جان بفرمایید. متشکرم. حالا یک کمی شاید از موضوع جلسه امشب منحرف باشه، چون به هر حال موضوع جلسه امشب مشخصا کارهای پریسا جانه و در واقع نوع نگاهی که ایشون به اسطوره های شاهنامه دارن. حالا البته یک سوال هم میتونه مطرح باشه برای پریسا جان که شما این نگاه اسطوره‌ای رو فقط به شخصیت‌های شاهنامه دارین یا اینکه به بقیه اسطوره‌هایی که در فرهنگ ایرانی مطرح هست، اسطوره باستانی، گلگمیش نمیدونم، یا حتی اسطوره‌های هندی که خب تا حد زیادی به اسطوره‌های ایرانی ارتباط دارن، آیا به اونا هم نگاه می‌کنین یا نه؟ ولی حالا این موضوع خب شاید کمی از موضوع قضیه امشب منحرف باشه و بحث مشخصاً حضور زن در ادبیات ایران و اینکه این حضور زن در ادبیات ایران تا چه اندازه مشخصه هست برای نوع نگاه ایران، در واقع فرهنگ ایرانی به زن، حالا چه قبل از اسلام و چه قبل و چه بعد از اسلام. من دخترم تارا یک چند سال پیش، 3-4 سال پیش برای یکی از درساش در واقع پروژه تحقیقی که انتخاب کرده بود، مقایسه نقش زن در شاهنامه فردوسی و اودیسه بود که در واقع اودیسه هومر، چون به هر حال یه جورایی هومر در حالا ببخشید در مقابل آقای جاودانی ابراز چیز نشه، ولی در فرهنگ غربی یه جورایی هومر همون نقشی رو که فردوسی برای ما داره، هومر به عنوان یک اسطوره سرا در فرهنگ غربی داره. و ایشون یک دخترم تارا یک مطالعه کرده بود در مورد نقش زن در شاهنامه و در اودیسه هومر و نتیجه گیری که کرده بود این بود که همونطور که آقای جاودانی هم فرمودن و بقیه دوستان، جایگاهی که زن در کتاب شاهنامه داره در مقایسه با حتی هومر که خب به هر حال
اسطوره غربی ها هست بسیار والاتره. و حالا اگر من ببینم اگه بتونم پیداش کنم شاید اون براتون بفرستم متن رو که نوشته بود، حالا خب به انگلیسی هست ولی براتون شاید بفرستم. ولی سوال من این در واقع صحبتی که مطرحه اینه که آیا واقعا تا چن حالا این شخصیت های این آیکان ها مثل سیندخت و اینا، خب بله اینا مطرح هستن و اینا شاید یک آیکان هایی هستن که به یه شکلی در یک شرایطی به دلایلی مطرح شدن. حالا خب یا اینا که خب شخصیت اسطوره ای بودن، ولی اینا واقعا تا چه حد باز نشان دهنده و نمایانگر شخصیت زن در جامعه ایرانی حتی قبل از اسلام بود؟ خب ما بعد از اسلام رو که میدونیم، نوع نگاه اسلام و فرهنگ اسلامی رو به زن میدونیم، ولی سوال بر سر اینه که این نقشی که زن در ادبیات ایران و به خصوص در شاهنامه داره تا چه میزان بیانگر نوع نگاه ایرانی ها قبل از اسلام به زن بوده؟ و من اینو نمیدونم، یعنی این که حالا مشخصا در شاهنامه یک پوراندخت و ایراندخت داریم یا نمیدونم سیندخت داریم، اینا لزوماً اینا آیا به مفهوم این هست که مثلا فرض کنین که تساوی حقوق زن و مرد قبل از اسلام در ایران بوده یا نه؟ این رو شاید یک مطالعه‌ای در موردش باید بشه، همین که یه مقداری گسترده تر نقش زن رو در ادبیات ایران نگاه کرد و همین که در واقع که تا چه میزان بیانگر واقعیت نقش زن در فرهنگ ایرانی بود. به هر حال کمی منحرف شدم از صحبت پریسا جان، ولی اینا موضوعاتی هست که بعداً میتونه بهش بپردازیم. متشکرم. بله اگه اجازه بدین من اولین سوالتون رو بگم. بله من در مورد دستورهای مختلف از جمله گیلگمش هم به اصطلاح کار کردم، نه به شکل خیلی گسترده ای و اتفاقا چند تا کار هم داشتم در این زمینه. اصلا کلا اسطوره و حتی اسطوره یونان هم بر من جالب بوده، اصلا اینکه چجوری انسان اصلا چجوری اسطوره به وجود اومده، چرا اسطوره سرایی شده اصلا که به صورتی آیکان حفظ بشه. در مورد مسئله زن الان میدونم که خیلی قضیه الان مطرح شد، چون من دو تا از کاراکترهایی که عنوان کردم زن ها بودن. خب طبیعتاً وقتی که من شروع کردم در مورد شاهنامه و کاراکترش چیز کردم، فقط روی شخصیت زن ها فوکس نکردم، اومدم شخصیت هایی که برای من جذاب بودن بررسی کردم، شخصیت هایی که کار ویژه‌ای کردم. طبیعتاً توی این مسیر متوجه شدم که چقدر زن ها قدرت داشتن در زمان خودشون، حداقل در اون زمان به اصطلاح داستانی که شاهنامه گفته شده. طبیعتاً شاهنامه یک چیز اسطوره‌ایه، ولی اسطوره پایگاهی داره برای خودش، دلیلی داره، همینجوری از تخیلات نمیاد، اگه داستانی نوشته شده به نوعی کالچر اون زمان رو میرسونه و وجود آدم های قدرتمندی زن ها و نوع نگاهشون، اجازهی که به خودشون میدادن که چطور تصور بکنن، نشون دهنده اون فرهنگ اون زمانه که اجازه داشتن. وقتی که ما میبینیم که منیژه به خودش اجازه میده که بیژن رو بدزده، یعنی این اجازهی که تو ذهنش خیلی راحت عاشق کسی میشه و کنیزاش میگه که بهش دارویی بدن و بیهوشش کنن که ورداره بیارتش، با وجود این که مردی از قبیله کاملا مخالف و میدونه چه چیزی میشه، ولی میخواد و این کارو میکن. این اجازهی که به خودش میده همین چیزیه که ما بعد از جریان اسلام میبینیم در زنها. اصلا زنها کم کم دارن بهشون میگن که تو نباید این اجازه رو به خودت بدی. وقتی این چیزها رو آدم میخونه متوجه میشه یه چیزی اون پشت وجود داره، یک نوع نگاه دیگهی در اون زمان وجود داشته، نوع برخورد کاراکترهای شاهنامه به شما این چیز رو میده، چه در مورد زن چه در مورد مرد. میبینید یک چیزی اون پشته، یک ماجرایی داره اتفاق میفته، یک نوع کالچری وجود داشته که کالچر ماست و ما این رو، من همچنین که گفتم، من توی رفتار آدم ها به نوعی با وجود که خودشون هم شاید ندونن میبینم. من توی زنهای شمالی فرزن خیلی قدرت دیدم، خیلی چیزها دیدم که توی اون کالچر هم جا افتاده، که این باز هم خیلی جاها مظلوم واقع میشن با توجه به شرایط، ولی قدرتی تصمیم گیری درشون میبینم، چیزی رو که به خودشون این اجازه رو میدن. این ریشه خیلی برمیگرده قبل از اسلام، این ریشه وجود داره، منتها این وسط حالا
یه اتفاقایی افتاده که آدم‌ها کم کم خودشون رو محدود کردن. برای من اینا جالب بوده، برای اینکه می‌بینم این قدرت رو در مردم خودم می‌بینم، می‌خوام برگردم عقب ببینم این از کجا ریشه می‌گیره. بس شاهنامه می‌تونه یک به اصطلاح رفرنس باشه. ببخشید نمی‌خوام خیلی در واقع موضوع حالت بحث بگیره، ولی کاملا قبول دارم و این هم که در واقع اسطوره تا یه حدی بیانگر واقعیاتی بوده که در جامعه بوده، اینم قبول دارم، ولی بحث من بر سر این هست که لزوماً وجود شخصیت‌هایی مثل ایران دخت و پوران دخت و آزرمی دخت و اینا، این شخصیت‌هایی که آیکان بودن و به دلایلی بر حسب شرایطی اومدن مطرح شدن و نقش بازی کردن، نمیدونم لزوماً وجود مثلا خب حالا شاید در دوره ساسانی نگاه بکنین که خب یه جامعه کاملا طبقاتی هست، اتفاقا در مورد زنان تبعیض بیشتری نسبت به مردان قائل می شدن. حالا اینو میشه یه مقدار بیشتر بهش نگاه کرد. صحبت من بر سر این هست که در زندگی معمولی در واقع بطن فرهنگی، در بطن جامعه ایران قبل از اسلام، آیا این نگاهی که در واقع تساوی زن و مرد و نقش زنانی که ما توی شاهنامه می‌بینیم، آیا در بطن جامعه هم به همین شکل بوده، یا اینکه شاهنامه در واقع انگشت گذاشته روی اون افرادی که در واقع که بله من میفهمم حرف شما رو، یعنی اینکه خب سیندخت به خاطر که ملکه بوده به خودش این اجازه رو میداده، یا گردیه به خاطر اینکه مثل شخصیت بالایی بوده به خودش، ولی ما آزاده داریم، آزاده یک کنیز بوده ولی اینقدر به خودش قدرت داده که به شاه رو زیر سوال برد. یعنی ببینید این شاید مثلا یک نمونه است، ولی خب همین نمونه نشون میده که این به خودش این جسارت رو داده، حتی باعث ممکنه مرگش هم شه، ولی به خودش این جسارت رو داده که بهرام شاه رو زیر سوال ببره، زبون درازی کرده، ولی همین که اجازه داده به خودش زبون درازی کنه، یک دختر عامیه چیست، همین نشون میده خب شاید فرق میکرده شرایط. به هر حال شما نشانه ها رو میبینید، نمیتونید، اسطوره است، هیچ سندی وجود نداره، شما نشانه ها رو میبینید و میگه واو یه دختر معمولی به خودش اجازه داده به شاه بگه همچین ناز شستت هم نیست، کار فوق العاده ای نکردی. هر کس که این حرف رو میزنه از بطن جامعه نشون میده که به نوعی شاید فرهنگ در اون زمان این اجازه رو میداده. بعد اختلافات طبقاتی وجود داشته، یه غلام همیشه غلام بوده نمیشده شاه، این اختلاف طبقاتی وجود داشته، ولی ما به شکل کلی داریم میگیم. مرسی. من فقط مثل اینکه پریسا شمالی، برای اینکه پریساها با هم قاطی نشه میگم فامیلتونه، نوبت پریسا جونه. ولی قبل از اینکه ایشون صحبت کنن، در ارتباط با این نکته‌ای که مسعود جون مطرح کرد، یه باری به دوش خودش گذاشت و اون باید یک چیزی رو من نه ایشون دقیقاً درست میگین، دخترشون تارا پروژهش بوده، خیلی خوب، و بعد ایشون هم خودش از دخترش کمتر نمیدونه، یعنی تو قضیه است. بنابراین من فکر میکنم با عنوان اتفاقا سوال خیلی مهمیه که سوال روزم هست، یعنی مسئله روز، مسئله مقام زن، خیلی خوب، در قبل از اسلام، بعد از اسلام و امروزه که باهاش هنوز درگیر هستیم. امیدواریم که مسعودجون تو این زمینه یه برنامه باید به ما بده کاره، در گفتمان فرهنگی یه برنامه بذاره برامون. در خدمت هست، ولی اگه من بخوام در مورد زن صحبت بکنم قضیه خیلی بایاسه، چون یه رئیسی بالا سرم دارم. میدونم، برای همون میگم، برای همون اگر اون نباشه که از من اعتبارش کم میشه. بنابراین همون با اون چالنجی که داری باید این کار بکنیم، حالا بعدا با هم صحبت میکنیم. پریسا جون شما لطف کنیم. بله ببخشید، من بحث خیلی تاریخی شده، من دارم اصلا راجع به یه جنبه دیگه میخوام صحبت کنم، ولی فکر کنم راجع به این قسمتم باید صحبت کرد. اولا که از شما و مهوش جون خیلی متشکرم برای اینکه بحث‌های بسیار جالبی رو میارین، دوستان خیلی عزیزی رو معرفی میکنین و مطمئنم ساعت‌ها وقت میذارین. واقعا متشکر از این فرصتی که ما حالا دو ساعت اینجا میشینیم، ولی
خودچکیده زحمتایی که شما میکشینه. از پریسا جون خیلی متشکرم از پرزنتیشن خیلی خوبتون. واقعا این پرزنتیشن شما یه الگو باید باشه برای پرزنتیشن هایی که ما هم میخواییم، حالا منظورم هممون دوره هم جمع شدیم که اطلاعات همدیگر ببریم بالا. این خیلی الگوی خوبی بود، چون قشنگ هم یه بیوگرافی خودتون رو گفتین، هم کاراتون رو به ترتیب برای ما توضیح دادین، رو بعضی ها فوکس کردین، تصویر پشت سرتون، انتخاب این بک‌گراند و اون آرامش صورتتون و اون نرمش اون شاخه های اون درخت و اون رنگ های آروم پشت سر واقعا فوق‌العاده است. یعنی دقتی که شما داشتی به این پرزنتیشن واقعا تحسین برانگیزه. و در ضمن من راجع به خود نقاشی های سیاه‌سفیدتون میخواستم یه صحبتی بکنم. این ترکیب بندی بخش سفید و اون قسمت های طراحی شده تون بی نظیر بود، خیلی خوب بود، یعنی کاملا تأثیرگذار بود، سفیدی داشت حرف می زد در واقع، مثل سکوت هایی که شما آقای داراب توی موسیقی برای ما توضیحشون می دین. و بعد اون پترن هایی که شما کار کرده بودین که خیلی با ظرافت، حتی مثلا من داشتم نگاه می کردم چهره سیندخت، زیورالاتی که همه این زنا داشتن و ریز 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 کار شده بود، خیلی برام جالب بود که چون در مورد یکی از این کاراکترها برام توضیح دادی که اون قاصدک ها چه معنایی داره، آیا تمام این پترنایی که استفاده کردی، چون واقعا خاص بودن و فکر شده قطعا بهشون، آیا همه اینها واقعا یه ریشه‌ای در اون اسطوره‌ای که داری معرفی می‌کنی داره، مثلا زیورالاتی که استفاده شده یا مثلا بخشی از دیدم مو یا چهره اون کاراکتر با پترن خاصی پر شده، اینا هر کدوم معنی خاصی داره با اون کاراکتری که داری معرفی می‌کنی؟ سعی شده، بله، به نوعی سعی کردم که اون حس رو بیارم. مثلا یک نمونه رو بهتون نشون میدم. البته خب به هر حال یه سری پترنای وجود داشتن، یعنی من ازشون استفاده کردم، ولی یه انتخاب هایی هم وجود داشته. مثلا بذارین در اینجا پترنی که اون پشت خورشید رو گرفته، در واقع چشمنداز دوری که این آرش باید بله افقی رو که باید ببینه، یعنی پترنه، ولی تمام اون نوعش، نوع کار جوری بوده که خواستم این دور دستی رو به سال القا بکنم. بنابراین به نوعی پترن رو استفاده کردم، ولی فقط برای تزئین استفاده نکردم. به عبارتی خیلی خوبه، واقعا خیلی. مرسی از توضیحاتت. به هر حال خوشحال شدم که ما شما رو شناختیم. من تا حالا سعادتش رو نداشتم و خوشحالم، خیلی هم ممنون از آقای داراب که این لطفو کرد. شما بذارید ببینیم. خب 5 دقیقه دیگه داریم. ولی کسی از دوستان هستش که میخوان صحبت بکنیم؟ خیلی جلسه پرباری بود دوستان. من واقعا هیچ کدوم از جلساتمون اینقدر بس نبوده که امشب بود. من یه سوال کوتاهی میخواستم بکنم داراب جان، از پریسا. در ارتباط با همین صحبتی که پریسا خانم مطرح کردن در مورد سمبول این الگوها، روی شکم اکوان دیو یه طرحی هست، این رو میشه بگین چیه؟ نه ازمان همه چی روی چیز نبوده، ولی بزنیم دوباره نگاه کنم تا بهتون بگم. اولا خب داستان اکوان دیو رو که میدونید که وارونه کار بوده، یعنی داستان این به این شکل بوده که خب همیشه جنگ بوده بین اکوان دیو این و رستم. وقتی که رستم به خواب میره، اکوان به اصطلاح اون رو با صخره زیرش بلند میکنه که بره بزنه مثلا یا به کوه یا به جای بکشتش، و وقتی که در میان زمین و هوا رستم بیدار میشه و متوجه میشه چه اتفاقی داره میفته، به اصطلاح اکوان بهش میگه که دو تا چیز داری، یا میزنمت به کوه نابودت میکنم، یا میندازمت تو دریا غرقت میکنم.
و رستم تو همون لحظه فکر کرده که اگر منو بندازه تو دریا احتمال بیشتری وجود داره که من مثلا این صخره منو نگه دارم و من بتونم شنا کنم برگردم، منو بزنه به کوه کاملا از بین رفتم. بربری بهش میگه منو بزن به کوه و اکوان میندازتش تو دریا و اینجوری نجات پیدا میکنه. به هر حال این داستان کلی خود همین بوده. ولی دارم زوم روی زوم بیم با جلسه اولا و برای من همونجور که گفتم به نوعی خود همین دوها هم کاراکتر خاص خودشون رو دارن و اکوان توی این چیز احساس کردم یک موجودیه که خیلی نمیدونم، حس همی بودش که دلپیچه زیاد داره، همه چیز رو بارو نمیبینه. احساس کردم اینو باید توی شکمش نشون بدن، فقط این حس هم بوده که روی شکمش کم تمرکز داشته باشن. مرسی. خیلی اگر نه هیچ چیز خاصی نداره. مرسی ممنون. خواهش می‌کنم. بسیار عالی. خب ما وقتمون رو به اتمام هست. دوستان لطفاً برای اینکه یه همچین برنامه در آینده داشته باشیم، اگر کسانی ناشناخته هنرمندایی هستن که نه لزوماً حالا واقعاً مسئله مهارت و اینا نیست، کسانی که حرفی برای گفتن دارن یه کاری دارن که ارائه بدن، لطفاً به ما معرفی بکنید و بتونید این برنامه رو به پیش ببریم. من خودم خیلی ها تو همین جمع میبینم که بعداً باید روزا رو یادم رفتی تازه امشب فهمیدم. بله خیلی ها همین تو این جمع هستن که باید برم خدمتشون. خود بلی... پریسا جون شمالی دوستان بله. حتما تو برنامه هستن، ایشون آرشیتکتن ولی هنری ندارم ولی حتما در گفتمان ها شرکت میکنم. بله قرار هست یه برنامه داشته باشیم که خوشحال میشیم استفاده درست. کنیم درست. بله روزا جون شما چی؟ من محوش جون واقعا زیاد حرفی برای گفتن ندارم. مرسی درصد ما آشناییم با هنر شما و پیگیریتون توی این هنر تجسمی. برسه گفتم اگر علاقه داشته باشی شاید به صورت گروهی حرف داشته باشی. خب دوستان من یه خبر دیگه هم بدم. ما کارگاه هنر و پاک یه کارزار در واقع جمع‌آوری کمک داریم برای آخرین ماه سال و هم گیوینگ تیوزدی و نمیدونم این داستانایی که مخصوص نان پروفیت هست. لطف کنید ما احتمالاً فردا بایستی این اطلاعی رو بفرستم. اگر خودتون یا دوستان اطلاع دارین که بتونن کمک مالی بکنن به این سازمان لطفاً با ما همکاری بکنید، خیلی ممنون میشیم. کسی از دوستان صحبتی پیامی چیزی اگر داریم بفرمایید وگرنه با دوستان خداحافظی کنیم. من از همه ممنونم که وقت گذاشتین و به پرزنتیشن من گوش کردید و از آشنایی همه تونم خیلی خوشبخت. ممنون از شما. ما باید از شما تشکر کنیم. بهترین برنامه که ما داشتیم تا حالا. خیلی لطف دارید. جاودانی شما صحبتی داشتین؟ بله من یادم رفت خدمت خانم فقیه بگم که در مورد دیو که ایشون مطرح کردن چقدر درست واقعا. خود حکیم توی شاهنامه دیو رو به اون شکلی که ما تو داستان ها میبینیم یک موجودی که نمیدونم شکل خاصی داره و قیافش یک قیافه دیگه هست یا این چیزا تو تصورات ما هست، ولی خود فردوسی در شاهنامه میگه که خانم فقیه هم کاملا درست بهش اشاره کردن. به نظر من خیلی عالی بود، خیلی بحث خوب بود. خود فردوسی میگه که تو مردیو را مردم بد شناس. دیو آدمای بد. همون اشاره هم که شما کردید که خیر و شر اگر بخوایم در به اصطلاح تفکرات دیگه ببینیم خیر و شر، فردوسی به نوعی این رو همون دیو میدونه، اون شرها رو، اونهایی که تفکرات بد دارن. گاهی ممکنه این دیو رستم باشه و هست در خانه دوم رستم نقش دیو رو داره. زمانی که اون
زورگویی رو به اون به اصطلاح صاحب مزرعه میکنه و اسبش رو ول میکنه توی اون مزرعه تا گندم های اون رو بخوره. خب موقعی که اون مزرعه دار میره در جایی به اصطلاح شکایت بکنه به اولاد که یکی از پهلوانان منطقه هست، میگه یک دیو اومده و داره به من تعرض میکنه. بهش گفتم چرا این کارو میکنی؟ گوشامو کند. یعنی میخوام بگم خدمتتون که اون دیوی که خانم فقیه اشاره صحیح بهش کردن و توی ذهن ما به اصطلاح خیلی متفاوته که یک موجود عجیب و غریب و نمیدونم یک چیز ترسناک. هر کسی که از خط صحیح و خط به اصطلاح اصلاح و خط درستی خارج بشه، اون از نظر فردوسی و از نظر شاهنامه اسمش دیو. در واقع تو وجود همه ما دیو و فرشته هست. تاتی جون بگو. پریسا جون با تشکر مجدد، لطف میکنین اگر که صلاح میدونین صفحه‌ای رو که دارین یا جاهایی که آثارتون کتابایی که البته گفتین داره در دست انتشار اینا رو لطف میکنین اگه اشکال نداره با بقیه شیر کنین که فالو کنن و کاراتون رو ببینن. ممنونم که گفتید. من الان کارهای نقاشیم الان توی اینستا هستش که به اسم tellblue.art هست که TELBLUه، دو تا L نداره. من این رو هم میتونم توی به اصطلاح آدرسش رو توی تلگرام بذارم، بله براتون بذارم اگه خواستین، و به اصطلاح همین کارهای شاهنامه ولی با داستانهاشون هست. اگر و هنوزم دارم کار میکنم، یعنی اینا تازه شروعه، ولی به هر حال یه سری از کارها بیشتر اونجا هست و با توضیحاتشون اگه خواستین. ممنونم ازت تاتی جان. پریسا جون اگر لطف کنین توی گفتمان فرهنگی، چون یه سری لینک ها برای دارا فرستادین، همه بتونن استفاده کنن و اون مقالاتی که تو دی سی در ارتباط با نمایشگاهتون بوده رو بذارین بهتره. من نوعی مثلا از اینستاگرام استفاده نمی کنم و ندارم و نمیدونم حالا دوستان دیگه دارن ندارن، ولی برای کسانی که اینستاگرام ندارن و ضمناً گفتمان فرهنگی داراب خیلی توصیه میکنه که مداوم هر کسی که لطف میکنه صحبت میکنه مطالبی رو اگر صلاح میدونه بذاره، ممنون میشیم که اونجا هم شیر کنید. خیلی ممنون. اگه زحمتی نیست و اضافه به قول معروف از شما کار نمیخواییم بکشیم، ممنون میشیم. ولی معروفش برو اینستاگرام عوض شو. دخترای منم همینو میگن. نه اصلا اونو بلش کن، ولی برو عوض شو. چون ببینید مثلا من میتونم، ولی میشه مثلا همه اینا جدا جدا هی باید تیکه تیکه براتون فرستاده بشه و منسجم نیست. دوستان من گفتم که بعد این ویدیو رو که داریم تهیه میکنیم پیوندش پیوستش همه چیزایی که پریسا جون به من داده رو به صورت مثل پی دی اف یا یه مجموعه میذاریم که همه بتونن دسترسی داشته باشن. راست میگه، اون درسته. خب اگه خود پریسته کجا اون رو در همون گفتمان داراب تمام برنامه های گفتمان رو معمولا ضبط میکنه، بعد این ضبط شده شد تو تمام تلگرام ها میذاره. بنابراین راست میگه همه ما ها دسترسی. بله ناهید نوابو مثلا شما گرفتین؟ نه به خاطر همین پرسیدم. بله من داراب میفرستم معمولا توی گفتمان میذاریم، همه جا میذاریم. یا یعنی... آقای مثلا داوودیان تای جان برنامه داشتن داراب ضبط شده رو گذاشته، یا دوستان دیگه که تو گفتمان صحبت داشتن همه یا آقای بلوریان نمیدونم شما تشریف داشتین یا نه، اینا همه ضبط شده توی اون 7-8-10 تا تلگرامی که داراب مداوم آگهی رو میزنه، عده گفتمان رو میذاره تو اونجا ضبط شده رو میفرسته بعدش. خیلی هم یعنی معذرت میخوام، پایگاه سوشال میدیای شما گفتمان فرهنگیه؟ نه من نه فقط اون نیست. اجازه بده من یه توضیح بدم. چند تا داریم که اینا خیلی جمعیت زیادی بیشتر دسترسی بهش دارن. یکی کارگاه هنر هست، خود کارگاه هنر هست. یکی گفتمان فرهنگی هست. اینا چیزایی که پابلیک هستن. بعضی چیزها خصوصی هم، مثل فرض کن روانخانی حافظ، کسایی که توی اون برنامه شرکت دارن خب توی اون گروه هستن، ولیکن گروه های عمومی و پابلیکمون کارگاه هنر هست و سیمرغ.
سیمرغ بیشتر خبریه که همه جور خبر هست، چه هنری چه غیر هنری، ولی خبرهای هنری و فرهنگی تو کارگاه هنری بیشتر و گفتمان فرهنگی. ولی که 7-8-10 تا ما چیزهای مختلف داریم، برای اینکه سلیقه ها مختلفه، توجه ها مختلف در زمین های مختلفه، بنابراین ما 10-12 تا تلگرام داریم، مثلا برای خطاطی جداست، برای عکاسی جداست، برای نقاشی جداست، که اونایی که علاقه دارن میرن تو اون، با هم ارتباط دارن، کاراشون رو شیر میکنن با هم. بنابراین یه طوری هستش که اینطوری نیست که همه همه رو ببینن، ولی که اون چیزی که عمومی تره کارگاه هنر هست، سیمرغ هست و گفتمان فرهنگی. مرسی. خواهش. بله آقای منصور عزیز. بله ببخشید خانم پریسا، من با دیدن اون تصویر که رستم رو برداشته بود روی سنگ و بعد در دل اون یک منظره کشیده بودی، من رو به فکر واداشت که شما به من استاد نقاشی میشه تصورات و امیال و خیالات انسان رو در نقاشی در مغز، به صورت مغز در قلب یا در چشم مجسم کرد که بیننده میبینه که در این ذهن یا در قلب یا در این چی میزنه. همچون که در دل میگیم دل انسان شور میزنه یا دل واپس هستیم، معمولا اون حالت رو در دل بیان میکنن و اون برای به این فکر وادار کرد که از شما این سوال رو بکنم. خیلی ممنون. منصور جون باید سفارش بدی. بفهمی پریسا جون. من خب میگم من حسی که پیدا میکنم و در این مورد به خصوص این عضو به خصوص رو میخواستم نشون بدم، تمرکزم رو با اون نقش نشون دادم، به نوعی در واقع هم نقشام هم حتی زیورالات، اتفاقا پریسا جون هم گفت زیورالاتی که استفاده کردم فقط زیورالات نیستن، به نوعی اضافه کردن به اون کاراکترها هستن و یه سری جزئیات که تو کار من دیده میشه. همچنین که آقای داراب گفتن، این یه زبان تصویره، یعنی شما قراره و نقاشیه، فرق میکنه با گرافیک که شما بلافاصله تا میبینید باید همه چی رو بگیرید، نقاشی شما باید ببینید، دور بزنید، دوباره بیاین ببینید و یه سری جزئیات هی به شما یه چیز جدید میگه و این نقوش، این تمرکز حتی روی عضو رو اعضای صورت هم وجود داره که من یه سری از چیزها رو روی صورت در واقع طرح گذاشتم، مثل همین گرد آفرید رو در واقع روی نقوش صورتش، یا فرضاً اشک رو به شکل مثل یک تتو رو صورت رستم، تمرکز روی اون عضو و با اون نقوش من اون عضو رو به اصطلاح نشون دادم و طبیعتاً همین چیزی که شما گفتید، ولی به شکلی که حتماً داستان رو روی اون عضو به خصوص با تتو با فرم و با شکل نشون بدم وجود نداره، بستگی به اصطلاح داستان، بستگی به اون حسی که به کاراکتر پیدا میکنم روی اون قضیه فوکس میکنم و طرح رو میذارم. در واقع این طرح‌ها یک جور نشون دادن اون حسیه که من میخوام یکم روی اون قسمت به خصوص تمرکز بشه. مثل اینکه داوود جونم این دقایق، منصور جونم، منصور داوودی، مثل اینکه صحبتی داشتین آخر. آره من یه دفعه قطع شد، دو مرتبه آمدم. میخواستم تشکر کنم از داراب جان و معوض جان که این برنامه خوب رو همیشه بنیانگذارش هستن و همینجور از پریسا جان که واقعا از پرزنتیشنشون لذت بردیم و بارها من باهاشون صحبت کرده بودم ولی امشب چیز دیگه بود، چون واقعا به عمق مسئله رفتن و اون چیزهایی رو که کژوال آدم صحبت میکنه وقتی که تمرکزش توی یک برنامه 2 ساعته میشه خیلی سودمندتره و فوق‌العاده لذت بردم. پریسا جون تبریک بهت میگم، به قول امریکایی‌ها keep up with the great work. Thank you. مرسی از اینکه اومدید و وقت گذاشتید، زمان گذاشتید که ببینید. خیلی خوشحالم که همگی اومدید. باعث شدم وظیفه ما بود. دوستان وقتمون گذشته، میدونم که اگر دوست دارین الان ما برنامه تموم میکنیم،
ولی هر کی خواست صحبت بکنه و اینها من دیگه چیزو خاموش میکنم. دارم جان با اجازهتون رفع زحمت میکنم. خیلی خوشحال شدم، متشکرم، خوشحال شدم همه دوستان رو دیدم، متشکرم. پس شد عبدالکریم باشه، شب همگی بخیر، همتون بخیر، مرسی، همگی خوش، مرسی از همگی، مرسی حجت جان، شبتون بخیر. شب همگی بخیر. شب همگی بخیر. سلام سلام. من نمیرم تا هر کی هست اگه صحبتی داریم بکن. من دیگه برنامه تموم، ولی هر کی میخواد صحبت کنه. من فقط رکوردینگ رو میبندم.